بی من من روز نو برخیز، در نخواهی رخوتی در جان تو برخیز. پهلوانی در درونت می کند فریاد، می شود این ها شدن درمان تو برخیز. بر دو دستانت بگیران پیل و کباده، هر رقیبی بی گمان در خاکت افتاده. هرچه سختی باشد آسان می شود در تو، ای تن من بی من من می شود ساده. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام، شب شما بخیر باشه. خوش اومدید به شامگاه آخرین جمعه از تیر ماه 1398 و قاب شبکه دو سیما و برنامه قدیمی ورزش از نگاه دو. خیلی خوشحالم با جمع زیادی از همکارانم. امشب هم این توفیق رو دارم که در خدمتون باشیم، کلی گزارش، کلی مهمون و یک برنامه تقریبا 2 ساعت و 30 دقیقه با شما هستیم. امیدوارم که این همراهی از ما دریغ نکنه. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز ورزش از نگاه دو. افتخار این رو داریم که جمعه شبی دیگر با شما باشیم. امیدوار هستم که برنامه مورد رضایتتون قرار بگیره. بنشینید، بخش حاشیه فوتبالی رو ببینید. پروپیمون هست، مهمون داریم در مورد پول‌های ایران در فیفا، استقلال، پرونده پروپیچ و لیست مازاد پرسپولیس. حسابی بحث مفصلی رو خواهیم داشت. امیدوارم که مورد رضایتتون قرار بگیره. من در بخش حاشیه فوتبالی در خدمت شما بینندگان عزیز و شما فائزی محترم اختیار دارین ان شاء الله. اما امروز 28 تیر ماه بود. 28 تیر ماه یادآور یک روز تلخ برای مردم عزیز و علاقمند به هنر. خسرو هنر ایران 10 سال پیش در یک همچین روزی از بین ما رفت. خسرو شکیبایی زنده یاد. خسرو شکیبایی یکی از بهترین های عرصه بازیگری که جاش در بین ما خیلی خالیه و به همین زودی 10 سال گذشت. آرزو کنیم برای همه کسایی که در حال هستن بر میان ما، آرزوی سلامتی براشون میکنیم و جاشون در بهترین جاها باشه، در بهترین آرامش باشه. اونایی که در میان ما نیستن، همه اهالی هنر، یادی کردیم از هنر، فرهنگ کشورمون، جایی که بگیم این فرهنگ و این هنر ریشه قدمتداری هم در ورزش کشورمون داره، جایی که بسیاری از ورزشکارامون، قهرمانامون، پهلوانامون در حال بدعتایی رو آوردن توی رشته کاری خودشون، تکواندو، جودو، کاراته، والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتبال و همه رشته‌ها. اتفاقای قشنگی در قاب خاطرات نه فقط ایرانیا بلکه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا رقم زدن. اشک‌ها و لبخندایی که اومدن در مقابل دوربین‌های تلویزیونی در رقابت‌های جهانی، آسیایی و المپیک، اتفاقات قشنگی و از نظر فرهنگی ورزشی بر ما رقم زدن که فقط یک برشش مهمان الان ما در برنامه ورزش از نگاه دوه. ببینیم به اتفاق یک نماهنگی که آماده شده، فکر میکنم برش قشنگی باشه از اون چیزی که داره کلمه پرتمطراق فرهنگ در ورزشمون یدک میشه. به اتفاق این بخش رو ببینیم. همچنان با شما هستیم با ورزش از نگاه دو. یه دنیا، یه دست به سوی آسمان، یه شاکر بودن از خدا، یه قهرمانی و یه سکوی اولی بی آلایش. یه قهرمان وقتی حاضر نشد جلوی نماینده اسرائیل قرار بگیر و از مدال المپیک گذشت. یه ایران، یه سرزمین قهرمانایی که افتادگی آموختند از گود زورخانه ها تا شدند عکس روی مجله و حرف سر زبون ها. یک قهرمان ایرانی که وقتی زلزله و سیل و مصیبت‌های خدادادی سر مردمش اومد خم به ابرو نیاورد و نشون داد فرهنگ و اخلاق بالای ورزشیش رو. از جهان پهلوان تختی در بوئین زهرا تا مهدی مهدوی کیا و هادی سایی و حسین رضازاده در بم، از غلامرضا محمدی و علی دایی و احسان حدادی در زلزله کرمانشاه تا همه قهرمانان وطنم ایران در سیلاب اخیر،
یجا باید بگیم از بغض فروخورده قهرمانانی که شرف و انسانیت و مردانگی رو هجی کردند تا حالا افتخار کنیم به وجود تک تکشون. از جهان پهلوانی که روی دست آسیب دیده حریفش کار نکرد تا دلاوری چون علی والی که وقتی جنگ تحمیلی شروع شد عطای مدال قهرمانی وزنه برداری آسیا رو به لقاش بخشید و رفت و چند سال بعد در قالب یک آزاده قهرمان به کشور برگشت. ایران و فرهنگ ایرانی یک تعبیر چند هزار سال است، یک نقش پر رنگ و نگار روی تارک پیشونی ایرانی سربلند. چه اشک‌ها و لبخندهایی که از ورزشکاران عادی و معلول در رقابت‌های جهانی دیدیم و اونجایی که قهرمانان ما برای دفاع از اعتقاداتشون حاضر نشدند با هر کسی دست بدن و قهرمان موندند. دختران و پسرانی که سکوهای افتخار رو در نوردیدند و اخلاق رو با موازات قهرمانیشون پاس نگه داشتند. دوباره از سر خط، یه ایران، یه کشور پر از قهرمان و یه فرهنگ ورزشی پرتنتر. شب شما بخیر باشه. ممنون از اینکه بیننده برنامه خودتون ورزش از نگاه دو هستید. خدمتتون عرضم که توی خیلی از رقابت‌های آسیایی مثل المپیک‌های 4 ساله بار آسیایی جهانی رشته‌های رزمی موفق شدن که بر اون افتخار آفرینی کنن. حالا سوای کشتی و وزنه‌برداری که قاب ویژه‌ای در تاریخ طولانی و دور و دراز ورزش اون نظر افتخار آفرینی داره، اما رشته‌های رزمی هم به نسبه حقی که خودشون سهمی که داشتن مدال‌آوری کردن و افتخار آفرینی کردن، از بوشو، تکواندو، جودو، کاراته بگیریم تا بوکس، رشته‌های دیگه که اومدن در رقابت‌های جهانی، المپیک و بازی‌های آسیایی برامون مدال گرفتن. اما چند وقت پیشتر در ناپل ایتالیا شاهد برگزاری رقابت‌های یونیورسیاد یا همون المپیک جهانی دو سال یه بار دانشجوها بودیم که در چهارش هم ما در این رقابت شرکت کردیم که یکیش تکواندو بود، سوای تیراندازی و تیراندازی با تپانچه و تیراندازی با کمان یکی از رشته‌هایی که شرکت کردیم. ولی والیبال بحث شده، حتما صحبت خواهیم کرد که خیلی بد عمل کرد، اما تکواندو انصافا مثل همه رشته‌هایی که گفتیم صحبت کردیم به شاهد رزمی اومد عنوانداری کرد و افتخار آفرینی کرد و سهم زیادی از مدالایی که کسب شد توسط کاروانمون، فکر می‌کنم 17 مدال گرفتیم، سهم عمدهش برای تیم اعزامی در قالب تیم ملی تکواندو بود. یه بخش کوتاهی ببینیم. دو تا مهمان بسیار عزیز برنامه ورزش از نگاه دو رو در این بخش همراهی خواهند کرد. این بخش رو ببینیم، برمیگردیم، حتما راجع به تکواندو در رقابت‌های المپیک دانشجویان بیشتر با شما گپ و گفت خواهند داشت. تکواندو و زنگ شروع مدال‌آوری در بازی‌های 1986 سئول. تکواندو با بزرگانی چون ابراهیم قادری، حسن زاهدی و برادران زرش و خیلی از قهرمانان قدیمی شروع شد و امروز یوسف کرمی، هادی سایی و کیمیا علیزاده و محمد باقری معتمد و یه تعداد زیادی براش کسب افتخار کردند. و چهارمین رشته مدال‌آور ما در تاریخ المپیک نام گرفته. اما فراز و نشیب این رشته خیلی وقتها جامعه علاقمند به ورزش رو اذیت کرده، مثل المپیک 2016 و ناکامی مطلق این رشته در اون بازی ها، مثل همین چند وقت قبل و رقابت های کسب سهمیه منچستر که تیغ انتقادات رو به شدت به سمت فریبرز عسکری سرمربی وقت بود. اومدن فریبرز عسکری جای مهدی بیباک، مقاندو و خیلی از مدیرهایی که طعم نشستن روی صندلی ریاست رو چشیدند، سختی این راه پرخطر رو مضاعف کرده. فریبرز عسکری که حالا با تیم دانشجویان در ناپل ایتالیا حضور پیدا کرده، خوب میدونه تکواندو باید در المپیک 2020 توکیو نه تنها با ترکیب کامل حضور داشته باشه، بلکه مدال‌آور هم باشه و ناکامی 2016 فراموش بشه. تکواندوی که حالا رئیس فدراسیون، مدت ها سکاندار اصلی این رشته و پاسخگوی موفقیت ها و عدم موفقیت های اونه. بعد از دو میدانی، وزنه برداری، کشتی، حالا نام تکواندو در تاریخ المپیک ثبت شده، یعنی چهارمین رشته مدال‌آور ما در المپیک. اما چقدر حضور در رقابت های چون دانشجویان و کسب مدال در این بازی ها میتونه کمک کنه به حضور مقتدرانه ما در 2020 توکیو؟ سوالی که نفر اول کادر فنی پاسخگویانه. ممنون از اینکه بیننده برنامه خودتون هستین. خدمتتون گفتم که قبل از اینکه بخشو ببینیم به صورت کوتاه، تکواندو اومد یکم جور کاروان ورزشی کشور اعزامی رقابت‌های المپیک دانشجویان که خدمتتون گفتم هر دو سالی بار برگزار میشه در ناپل ایتالیا رو کشید و
6 تا مدال به دست آورد، 5 تا طلا، 1 برنز، که حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به اتفاقاتی که برای کارمان ورزشی کشورم افتاده، من جمله تکواندو که دو تا مهمان بسیار عزیز و گرامی، یکی از کادر فنی، یکی از قهرمانان مون در رقابت‌ها، این بخش رو همراهی خواهند کرد. آقای فریدخان عسکری، دوست و همراه قدیمی ما، که سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین میرهاشم حسینی، جوان آینده‌دار تکواندو کشورمون. سلام، شب شما بخیر بشه، هر دو عزیز خوش آمدید. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب عزیز. زنده باشین. و هموطنان عزیزم در خدمتتون هستم. آقا میرهاشم، به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همگی عزیز. خیلی هم عالی. به رسم ادب من اجازه بدم از آقای فریدواز عسکری صحبت شروع کنم. آقای عسکری نازنین، یک اتفاقی میفته، حالا من میخوام با این شرط سوال زیاد دارم، ان شاءالله وقت اونم اجازه بده. یک اتفاقی میفته، ما بازیایی داریم به نام المپیک دانشجویان. قدیم من یادم هست که مثلا در تکواندو یوسف کرمی رو میفرستادیم، مثلا خب بریم یه بخش ببینیم برگردیم، باش یه بخش ببینیم برمیگردیم ادامه صحبت خواهیم داشت. بریم یه بخش ببینیم. قبل شادانه بکن، دیروز و مردانه بکن، برخیز و برچم را ببر، بر سر در خانه بکن، بر طبل شادانه بکن. زمین من بگو مستر تو بنده تن، سرشته خورشید رو تا انتهای شب ببر، از سر زمین من بگو تو ملهای افتخار، از پهلوانان دلی، از کوههای استوار، از پهلوانان دلی، از کوههای استوار. طبل شادانه بگو، روز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکن، بر طبل شادانه بکن. تاریخ نانوشته ورزش‌های رزمی در ایران: تکواندو، بوکس، کاراته، جودو، وشو، کیک بوکس، مویتای و خیلی از سبک‌ها و نام‌های متفاوتی که خیلی از اونها منشعب از رشته‌های رزمی کشورهای مختلفه. و یه تاریخ پر از افتخار برای ایران در ورزش‌های رزمی. وضعیت حضور ما در رشته‌های رزمی با مدال ابراهیم قادری و طلای اون در بازی‌های آسیایی 1986 شروع شد و اونقدر خوب بودیم که نه تنها بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا برامون مدال کسب کردند، بلکه در جهان. بله، نمیدونم بعد چی بگم. در حال یه جمله قدیمی است که همیشه این تکرار برای موجودات این موقع که
برنامه زنده است، ممکنه هزاران اشکال به وجود بیاد. ببخشید در حال شاید در شأن یک برنامه پرتمطرق مثل ورزش از نگاهی دو این اتفاقات نباشه. امیدوارم دیگه تکرار نشه و ممنونم از شما که بیننده برنامه خودتون هست. اما یه نکته‌ای بگم، اتفاق ویژه‌ای که افتاد امروز، تیم ملی وزنه‌برداری قهرمانی معلولانمون بر بلندای جهان ایستادن. سیامند رحمان، روح‌الله رستمی و خیلی دیگه، دست همشون درد نکنه. این نماهنگی که دیدید زنده یاد امید جعفری، یادش بخیر، چقدر با این ترانه ما خاطره سازی کردیم و از میان ما رفت، چند وقتیه، خیلی وقتی نیست از میان ما رفته. یه تسلیت ویژه به خانوادهش بگم و ضمن اینکه روز تولدش هم امروز بود دیگه، 28 روز تولد امید خان جعفری هم بود که این نماهنگ و این صدای جاودانه رو همیشه با افتخارات ورزش اون مرور کردیم و شنیدیم و از ترانه‌های ماندگار در عرصه ورزش. اما بریم سراغ بحثمون. آقای عسکری، تکواندو ما میاد در رقابت‌های دانشجویان جهان افتخار آفرینی می‌کنه، اما یک سوالی که همیشه مطرح هست اینکه چقدر غالب این تیمی که افتخار آفرینی کرده در قالب واقعا دانشجو عنوان میگیرن. یادم قدیم یوسف کرمی، هادی سایی، بعد اعتراض کردن، گفتن آقا چرا قهرمانای ملی تون میارین در قالب دانشجو؟ و اعتراض درستی هم بود، بذارین رقابت کاملا بین دانشجو باشه. نظرتون از کن خدمتتون، بچه‌ای که اعزام شدن همشون دانشجو هستن، یعنی تیم پسرایی که ما اعزام کردیم هر 6 نفرشون الان مشغول تحصیل هستن، حالا یا تو رشته طب بدن یا رشته های دیگه، که اگر شماره دانشجویی نداشته باشن اصلا بحث ثبت نامشون تو مسابقات دانشجویان انجام پذیر نبود. ولی کاری که ما کردیم این بود که شرایط رو فراهم کردیم، چندین مرحله انتخابی گذاشتیم و این فرصت در اختیار بقیه عزیزانم بود که بتونن از این فرصت استفاده بکنن. در نهایت این 6 نفر انتخاب شدن. درسته که به هر حال ما احتیاج داشتیم به این امتیازها، خصوصا تو اوزانی که آقای آرمین هادی پور، میراشم حسینی حضور داشتن، بقیه اوزانمون هم کسایی هستن که پشت سر این عزیزان قرار گرفتن، این امتیازها به دردمون می‌خورد. ولی ما بدون رقابت انتخابی از زمانی که من اومدم هیچ مسابقه اعزام نداشتیم، برای مسابقات دانشجویان هم با رقابت انتخابی بچه‌ها انتخاب شدن. حالا من سوال حتما از میراشم خواهم داشت. آقای فرباز عسکری، خیلی می‌خوام شفاف و راحت باهاتون صحبت کنم، دستتون در نکنه، واقعا کارتون با ارزش، اما یک انتقاد نه، یک نگاهی که الان شاید در برخی از فضای مجازی و صفحات مجازی می‌بینیم و می‌شنویم اینه که میگن فریبرز عسکری خب الان یک کوله باری از مشکلات و درگیری‌های فکری و عملی داره برای کار با تیم ملی بزرگسالان توی راه رقابت‌های المپیک 2030 و رنکینگ که میاد، رقابت‌های مثل منچستر که بودیم و رقابت‌های دیگه. چجوری این فرصت مثلا مدیریت میشه بره ایتالیا دوباره برگره دوباره سر تمرین تیم؟ می‌خوام بگم این دو ذهنیتی اذیت نمی‌کنه شما رو؟ اتفاقا علت این که من این دوره مسئولیت تیم ملی دانشجویان به عهده من گذاشته شد همین مطلب است، به خاطر اینکه بچه‌هایی که دانشجو بودن و توی تیم ملی بودن همزمان یک گروه هستن. این که بخوان تیم رو دو تیکه بکنن با تفکر دو تا مربی جلو بره مقدار ایراد داشت، که بعد از اینکه تو کمیته فنی مطرح شد قرار شد که مسئولیت این تیم توی این دوره به عهده من گذاشته بشه. ما تو مسیر المپیک هستیم که کسب سهمیه منوط به گرفتن امتیازهای لازم در طول مسیر هست. این مسابقات هم 20 امتیاز داشت که توی مسیر المپیکی ما هستش و بچه‌هایی که حضور پیدا می‌کردن مثل میرهاشم حسینی، مثل آرمین هادی پور، مثل سروش احمدی میتونست از این امتیاز استفاده بکنن. اگر قرار بود که تیم در اختیار نفر دیگه قرار بگیره اون اتفاقی میافتاد که شما فرمودید، ولی چون همزمان و همسو بود ما توی یک اردومون رو برگزار کردیم، بله، که هیچ مشکل نبود، اتفاقا ما کمک کرد که بتونیم توی این مسیر امتیاز کسب کنیم. بسیار عالی. میرهاشم اول بگو چند سالته، بچه کجایی و اینکه تکواندو را کی شروع کردی؟ من متولد 1377 ام، 20 سالمه و از شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی. بچه محل یوسف کرمی. آقا خوب تکواندو کار داری. آره درست میگم، بله. یوسف که خیلی دیگه هم داشتیم. بله خیلی، مثلا امثال آقای فرزاد عبداللهی، فرزاد عبداللهی، آره آفرین، آره. آقای شکوری، آقای کلا اونجا شهر تکواندو درست این... مثل ارومیه که جوری والیبال خیزه. بله ارتباط داره، ببینین هم مربیمون خوب هستش، استاد فلاحی راد مربی خوبی هستش، یه مدت هم دستیار استاد عسکری بودن و خب هم به نژادم ربط داره، خب تو خون ما ورزش هست، تو خون ما به ویژه تکواندو. بله دقیقا. حالا یه سوالی که مطرح است، میخوام بگم میراشم حسینی الان آقای عسکری تو لیست انتخابی المپیک وزن میراشم هست دیگه درسته؟ بله بله. خب الان چجوری، یعنی همتراز خودش کسی هست که مثلا میخوام بگم الان افتخار آفرینی کرده، قهرمان شده تو دانشجویان، حالا یه جوری یکی دیگه بیاد سبد المپیک مال خودش کنه؟ ببینید مسیر المپیک مسیر خیلی سختی شده که سری محاسباتی داره عجیب غریب. ما از سال 2013 رنکینگ سیستم راه افتاده و قهرمانایی هستن که از اون سال دارن امتیاز جمع میکنن. ما میراشم رو قبل از بازی آسیایی که میخواستیم توی گرنپری روسیه شرکت بدیم، امتیاز لازم که باید جزء 32 نفر برتر بود رو نداشت.
از اون تاریخ تو هر مسابقه که شرکت کرده با مدال طلا و نقره گرفته، اومد خودش رو تا رنگ 10 دنیا بالا کشید که متاسفانه توی جریان منچستر کسی که بهش ویزا ندادن میراشم حسینی بود، چون ما 6 ماه قبلش توی مسابقات گرند پری منچستر میراشم مدال طلا گرفت و نماینده انگلیس رو شکست داد. اینجا خب ویزا بهش ندادن و یه مقدار از شرایط دور شد. الان با مدالی که اینجا گرفته، با این 20 امتیازی که اینجا گرفته و مدال طلایی که توی گرند پری ایتالیا گرفته، 60 امتیازی که به دست آورده، فکر می‌کنم تا حدوداً رنک 8 بالا بیاد. 3 تا گرند پری دیگه در پیش داریم که ان شاءالله اگر امتیاز لازمو بگیره باید تو جمع 5 نفر برتر قرار بگیره. تو وزنی میراشم فقط خودشو داریم و بس دیگه. ما پشت سرش نفر داریم. ما سروش احمدی رو داریم که الان رنک حدوداً 15 و امیر محمد بخشی رو داریم. دو تا خانم داره، دو تا آقا. کلا تو المپیک، توی المپیک 4 تا وزن هست. کسایی که از رنکینگ سیستم میان 4 سال میتونن امتیاز جمع کنن، در نهایت اگر جزو 5 نفر باشن اون کشور میتونه 4 تا نماینده داشته باشه. حالا ما الان تو وزن 4 تا مرد 4 تا زن، بله ما تو وزن 80 کیلو آقایون نماینده نداریم چون امتیازاتمون پایین هستش. تو 3 تا وزن دیگه مدعی داریم، چون الان آرمین حاجی رنگ 5، میر هاشم حسینی الان با این امتیازش تا رنک 8 بالا میاد، سجاد مردانی هم رنک 6. 3 تا گرند پری هم در پیش داریم که ان شاءالله وزن یوسف بود، درسته؟ مثبت 8 تا، مثبت 8 ان شاءالله اگر جزو 5 نفر قرار بگیرن با 3 سهمیه میتونیم بولم. خیلی عالی. چه رقیب رو پشت سر داریم؟ چه مبارزات که انجام دادی چیا بود، کجا بود و اینکه کجا بود که حالا ناپل ایتالیا بود؟ میخوام بگم عمده کشورایی که یه خود اذیتت کردن، سیر سعودیت برای استن به مدال طلا سخت بود یا راحت؟ خب من تو هر مسابقاتی که با استاد اسکری رفتم فینالیست مسابقات بودم، مسابقات گرند پری، بازی‌های آسیایی و همین مسابقات دانشجویان. خب بالاخره از وقتی تمرینات رو با استاد اسکری شروع کردیم خب یه جوری متحول شده، حتی بدن من جواب میده با تمرین استاد اسکری و به نظر خودم یکی از عمده ترین چجوری بگم عمده ترین تکنیکایی که میتونیم، بله دقیقاً با استاد مرور میکنیم و خدا رو شکر تونستم تو این مسابقات یکی از بهترین نتیجه ها رو بگیرم. حریفایی که تونستن اذیت کنن تو این مسابقات منو، خب حریفای نامداری اومده بودن تو این مسابقات، چون همه برای کسب امتیاز بودن، چون 20 امتیاز مسابقات، این مسابقات رنکینگ برای رنکینگ سیستم داشت و حریف بلژیک که تو فینال باش بازی کردم، حریف کره ای که کره نامداره و خب حریفای دیگه هم بودن که دمجو چند تا مبارزه؟ 5 تا مبارزه. 5 تا هم بردی و قهرمان دانشجویان جهان. این اولین مدال طلای دانشجویی بود. دومی بود. دوره قبلا مدال طلا گرفته بود. باری که حالا چی میخونی دانشگاه؟ تربیت بدنی. تربیت بدنی. سال چندم؟ دوم. سال دوم. آقای فریبرز، یکم میخوام از المپیک دانشجویان برم کنارتر. فریبرز عسکری چجوری خودش مدیریت کرد بعد از انتقادایی که کم و بیش زیاد بود توی رقابت انتخابی منچستر، انتخابی منظورم کسب سهمیه است. و من خاطرم از یک کنفرانس رسانه‌ای شما برگزار کردین، پاسخ یه سری صحبت‌ها رو دادین. چه جوری به عنوان یک سرمربی جمع و جور میشید، میرید یک افتخار اینچنینی برای ایران میارید؟ جناب عزیزی، ما اگر بخوایم از این دید بهش نگاه کنیم، مسابقات گرند پریمون که 2 هفته قبل از این مسابقات دانش‌آموز بود سخت‌تر بود، به خاطر اینکه به فاصله 2 هفته بعد جهانی باید می‌رفتیم توی اون مسابقات، جایی که حالا یه سری بخواهی انتقادات مطرح شد. ما بعضن بعضیش دست ما نبود، با اون اتفاقی افتاد ما 4 تا ورزشکارمون روادیدشون صادر نشد، 2 تاشون با تاخیر اومدن، 2 تاشون اصلا نیومدن که یکیش میراشم بود، یکی از شانسای اول مدال ما بود. خب تو اون مقطع کارشناسا میگفتن خب از کجا معلوم که اگر میرفت مدال میورد، که 2 هفته بعدش توی گرند پری ایتالیا با حضور تمام بزرگای دنیا مدال طلا گرفت. اونجا خب مبارز کره آقای دایهولی 12 تا طلای گرند پری، 3 تا طلای جهان، 2 تا مدال المپیک داره که ایشون رو شکست داد میر هاشم. ولی بحث این هستش که ما نباید یه مسئولیتی رو قبول کنیم، یا اگر قبول کردیم باید بالاخره پی همه چی به تمون بمالیم. ما برای کسب افتخار برای کشور عزیزمون اومدیم توی میدون و هدفمون هم المپیک هست. من همون شبی که مسابقه تموم شد بچه‌ها رو جمع کردم، گفتم همین الان هر چی خوشحالی بود تمام، به خاطر اینجا مسیر حرکت ما هست، نباید اجازه بدیم این مدال‌ها روی روحیه‌مون تاثیر مثبت یا منفی بذاره. ان شاءالله ما تلاشمون می‌کنیم، باید امتیازات لازم رو کسب بکنیم. در حال حاضر اولین هدفمون کسب 3 سهمیه هستش که توش نماینده داریم تا بتونیم ان شاءالله با یه فراغ بال به سمت المپیک حرکت کنیم. امید خدا. میراشم یک صحبت ببخش من اسم کوچیک صدات می‌کردم، چون یه قهرمان جوان دوست داشتنی با اخلاق. سوالم اینه که یک کسی به نام میراشم حسینی میاد از یک جایی، حالا یه شرایط امکانات خاصی داره، عمومی نسبت تهران یا کلان شهر مثل تهران، قهرمان جهان میشی، قهرمان بازی دانشجویی میشی و یک مسیر خیلی تور و درازی روبروت هست. یکی داریم حالا یادی هم کنیم از سونامی تکواندو فرزان آشورزاده، اومد یک سیر سعودی داشت، حالا کمتر ازش میشنیم
یه جورایی خارج از اون دورش قرار گرفت. میخوام بگم چه برنامه‌ای به عنوان یک جوونی که اول راه، یعنی چه جوری مدیریت می‌کنه میراشم حسینی برنامه شروع رو؟ الان من قهرمان جهانم، قهرمان دانشجوانم، هدفم المپیک و مدال گرفتن، نه فقط سهمیه بلکه اونجا برم مدال طلا بگیرم، یعنی پامو بذارم در جای پای بزرگانی مثل یوسف کرمی و هادی سعید. برنامه چیه؟ خب همیشه استاد اسکری اینو میگه که هدف ما همیشه یه چیز هستش، هدف ما توی یه مسیر هستش و خب من همیشه با صحبت‌های استاد اسکری میرم جلو و مربی خودم استاد فضلایی راد و حتی پدر خودم که همیشه کمک کرده من توی این مسیر و توی این مسیر من بازم به صحبت‌های استاد اسکری گوش میدم و انشالله با تمام قدرت با تمام وجودم سعیم خواهم کرد که یکی از المپیانای کشورم باشم. خب این آرزوی هر ورزشکاری است که تو المپیک شرکت کنه و یکی از مدال آورای این رویداد باشه و خب من همه فکر و ذکرم المپیک هستش و برنامه‌ریزی هم کردی؟ بله بله، با استاد اسکری هر روز، یعنی هر هفته ما میشینیم صحبت میکنیم در مورد مسابقات و حتی میگن که پله به پله باید بریم جلوتر و مسابقات گرند پری رو داریم، اول سهمیه المپیکو کسب کنیم و بعد فکر کنیم به مسابقات. آقای عسکری یه صحبتی که مطرح هست این که فدراسیون تکواندو با محمدرضا پولادگرد سالیان سال داره میره جلو و یه موقعهای مقطعی مثل المپیک 2016 خوب نتیجه نگرفته، تیغ انتقادات بعد اونا رو زده که حسن زرقت رفت کنار و و و حالا بیژن مقانو رفت کنار و مربیای قبلی الان فریباز عسکری، مهدی بیباک رفت کنار، یه موقعی هم خیلی افتخار آورده توی رأس قرار گرفته. صحبت بر اینه که اگر الان من به عنوان یک مجری، به عنوان یک علاقمند به ورزش تکواندو از شما سوال کنم، مهمترین انتقادی که به فریباز عسکری وارده چه خواهد گفت؟ ببینید من دوستان عزیزی که هستن، خب به هر حال به صورت کارشناس منتقد خیلی وقتا خیلی مطالب مطرح کردم و من همیشه سعی کردم مطالب بخونم، بشنوم، گوش کنم و روش فکر بکنم. خیلی وقتا هستش انتقادهایی که میشه بعضن رو حساب عدم آگاهیه، چون نیومدن از نزدیک ما رو ببینن چه کارایی کردیم، برنامه اونو رصد بکنن و مغرضانه نه عدم آگاهیه، صرفا نتیجه مدار نگاه کردم به قضیه. اما اگر بیان ببینن خب میبینن شرایط فرق میکنه. من واقعیت قضیه اینه که خودم تو المپیک بارسلون بازی کردم که اون موقع المپیک آزمایشی بود، المپیک جوانان، المپیک دانشجویان و المپیک بزرگسالان 2012 لندن مربیگری کردم، با این فضا کاملا آشنا هستم. اما بعد از المپیک لندن که خب توی مقطعی کنار بودم، رفتم روی خودم کار کردم و خیلی برای خودم وقت گذاشتم که بتونم خودم رو ارتقا بدم. الان تو جایی هستم که واقعا نقدپذیر هستم، به شرطی که نقد منصفانه باشه و راهکار در کنارش باشه. خب میخوام بگم مهمترین نقدی که به کار خود، یه موقعی تو خلوت خودت فریباز عسکری عمدترین اشکالش چه هست؟ ببینید من الان اجازه بدید از این تریبون استفاده کنم یه بخش دیگه رو مطرح کنم. ما الان بزرگترین نقدی که وارد هست و مشکلی که داریم این هستش که ما حمایت نمیشیم، به خاطر اینکه ما مسابقات کسب سهمیه و امتیاز آوری رو داریم در کنارش. حمایت از کجا؟ سمت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک. ببینید ما امسال قراره که کاراته به المپیک راه پیدا کنه، 12 تا گرنپری دارن که خب دارن به همشون هم اعزام میشن، خیلی خوبه، این اتفاق خیلی اتفاق مثبتیه. ما کلا 4 تا گرنپری داریم، در کنارش باید امتیازات تورنمنت رو کسب بکنیم، جایی که تمام رقبامون امتیازات تورنمنت رو کسب کردن، ما بودجه لازم برای اعزام تیممون رو نداشتیم. این یه مقدار لطمه میزنه. ما اگر قراره به المپیک راه پیدا کنیم، اول باید از مسیر کسب سهمیه عبور بکنیم که مستلزم این هستش که بتونیم بریم توی مسابقات حضور پیدا کنیم. من اینجا خواهش میکنم که ما رو حمایت بکنن، کمکمون بکنن که بتونیم ما با فراغ بال تفکراتمون رو پیاده کنیم. پس قطعاً جواب سوال شما میشه اگر دست و بال ما باز نباشه، من نتونم روی برنامه‌ریزی که دارم خوب فکر بکنم، خب قطعاً دچار استرس خواهم شد و توی برنامه‌ریزی مشکل می‌خورم. آقای امیر هاشم حسینی، نقش یک مربی اولیه توی پرورش قهرمانی مثل شما چقدر دخیله؟ مربی آقای سایی سعید تهمتنه، درست میگن؟ سعید مهیمن، مرحوم مهیمن. سعید مهیمن خدا بیامرزه. آره مهیمن یه مربی، من خیلی جای یادمه که یوسف کرمی، حالا عادی سایی از مربی اولیش همیشه، علیرضا حیدری هم تو کشتی خیلی از مربیای اولیه یاد میکنه. میخوام بگم اسمشو اووردی فکر میکنم ابتدای برنامه، چقدر مهمه و چقدر توی این مسیر پرفراز و نشیب برای المپیک، حالا سوای آقای عسکری که خب کادر فنی همیشه شب اردوها شبانه‌روزی باشون هم باشید، از مربی اولیت ایده میگیری؟ خب ببینید تنها من نیستم تو اردوی تیم ملی که فقط من باشم که شاگرد این شخص باشه،
استاد فلاحی راد فقط من نیستم شاگردش، من میشمارم آقای عرفان ناظمی، آقای امیر محمد بخشی که مسابقات دانشجویان طلا گرفتن، آقای سعید رجبی، امیر محمد بخشی هم بله بله شاگرد استاد فلاحی راد هستن، آقای سعید رجبی که تو بازی آسیایی طلا گرفت، بله سعید رجبی، خیلی از تکواندوکارا که میانه ای بودن شاگرد به قول تکواندوی این کار است. بله بله دقیقاً. خب درسشو پس داده تو این، یعنی در تکواندو. خب 100% خیلی سهمیه داره که به نظر من خیلی سهم داره که یه مربی بتونه تاثیرگذار باشه. بسیار عالی. آقای فریدوز عسکری فکر می‌کنم 1 دقیقه بپرسید. من آخرین سوالم از شما می‌پرسم. یه پیامک اومده گفته از آقای عسکری سوال کنید چقدر وفاق ملی، حالا وفاق ملی منظورشون چیه، در کادر فنی تیم ملی است. وفاق ملی منظورم اینه که حالا شاید نظرش این بوده که مثلا الان بیژن مقالون نیست، مهدی بیباگ نیست، قهرمانی قدمی نیست، نفر اول کادر فنی که افتخار هم آفرید توی رقابت جهانی دانشجویان با اقتدار قهرمان شده، چه بسا اگه مدالش اون بود اصلا کاروانمون تو این جدول این مقامو به دست نمیبرد. چقدر این وفاق هست؟ یعنی اصلا این ارتباطه هست با شما با افراد قبلی یا خیر؟ بله خب این عزیزانی که شما اسپورت همه دوستان عزیز من هستن و تو مقاطعی ما با هم همدوره بودیم. من چندین بار تریبون‌های مختلف دعوت کردم تمامی عزیزان بزرگان پیشکسوتان تکواندو، اردوی تیم ملی درش به روی همین عزیزان بازه، هر وقت که دوست داشتن میتونن تشریف بیارن از نزدیک شاهد تلاش ملی پوشان باشن و اگر کمک فکری دارن قبل از اینکه بخواد به بحث انتقاد بکشه قبلش بیان با هم دیگه هم فکری بکنیم کمک بکنن، چون به هر حال مسیر سختی است و لازمه که تمام خانواده تکواندو دست به دست هم بدن تا بشن ان شاء الله این مسیر سخت رو با اطمینان حل کنیم. ان شاء الله. خیلی از شما ممنونم آقای عسکری، آرزو میکنم که یک روزی دوباره دیدارمون با هم بیفته در این برنامه، اون موقع خبر از قهرمانی و مدال آوری در المپیک 2020 توکیو که خیلی دور نیست. آقای میرا شما حسینی ازت آرزو موفقیت میکنم و میدونم راه خیلی پر فراز و نشیبی رو در پیش رو داری، امیدوارم که همونطور که گفتی بتونی مدیریت کنی با سن کمت و به اون آرزویی که قله المپیک برسی. از شما هم ممنونم. تشکر می‌کنم از هر دلیل. از شما بینندگان عزیزم ممنونم که تا اینجا کار بیننده برنامه ورزش از نگاه دو بودین و هستید. کلی مهمان فوتبالی داریم، گزارش داریم و انشالله همونطور که عماد نازنین هم گفت در بخش ویژه عماد به حاشیه فوتبال روز خواهیم پرداخت. بریم یه بخش ورودی ببینیم، بخش ورودی که یکی از رشته‌های رزمی که این روزا یکم داره اذیت میشه، یکم که نشد بیش از یکم داره اذیت میشه، وضعیت نگران کننده ای داریم. بخشو ببینیم، حتما با یک ارتباط تلفنی خیلی بسیار ویژه واکاوی خواهیم کرد دلایل اذیت شدن این رشته رزمی رو. تاریخ نانوشته ورزش‌های رزمی در ایران: تکواندو، بوکس، کاراته، جودو، وشو، کیک بوکس، مویتای و خیلی از سبک‌ها و نام‌های متفاوتی که خیلی از اونها منشعب از رشته‌های رزمی کشورهای مختلفه و یه تاریخ پر از افتخار برای ایران در ورزش‌های رزمی. وضعیت حضور ما در رشته‌های رزمی با مدال ابراهیم قادری و طلای اون در بازی‌های آسیایی 1986 شروع شد و اونقدر خوب بودیم که نه تنها بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا برامون مدال کسب کردند، بلکه در جهان و حتی المپیک گل سرسبد شد. 2004 آتن، 2008 پکن، 2012 لندن و حتی 2016 ریو. برامون زن و مرد هم فرقی نداشت، چه بسا خیلی جاها تو رشته های رسمی بهتر و بیشتر از مردم مدال آوردن. اما امروز رشته های رسمی دیگه خلاصه تو 4-5 رشته معروف و مشخص نیست، بلکه رشته های مثل مویتای هم کلی قهرمان نام‌آور داره، رشته هایی که اساساً هنر رسمی و روش دفاع از خود نام داره و ترکیبی از فنون مشت، آرنج، پا، بازو به شکل تخصصیه. مویتای یا همون بوکس تایلندی برگرفته از فرهنگ مردم همین کشوره. این رشته از سال 1368 در کشورها پا گرفت و از سال 1995 حرفه‌ای‌تر دنبال شد. مویتای در کشور ما به صورت غیرقانونی دنبال می‌شد و از سال 1378 در نهایت مجوز حضور گرفت و تا به امروز کلی مدال و افتخار برامون کسب کرد. اعزام‌های مختلف قاره‌ای و جهانی و کسب مدال‌های متعدد مردان و زنان باعث شد نگرش به این رشته کاملاً متفاوت شه. امروز حالا بچه‌های ما با دست خالی عناوین مهمی رو در محیط‌های کسب کردند و افتخارات زیادی رو برامون به دست آوردند. تا بهتر شدن شرایط و رسیدن به وضعیت ایده‌آل، یک یا علی و یک همت عالی لازمه.
روی کار آمدن مدیران جوان که در مویتای سابقه قهرمانی دارند و این رشته را به جایگاه بسیار بالایی در رقابت‌های جهانی رساندند، نوید روزهای روشن را برای این رشته می‌دهد. حالا حمایت مسئولین می‌تواند برای کسب کرسی‌ها و افتخارات بیشتر در رشته‌های رسمی قطعاً مؤثر باشد. ورزش از نگاه دور تماشا میکنید. در آخرین شامگاه از آخرین جمعه تیم 1398 افتخار اینه دارم با شما هستم و ممنون از اینکه بیننده برنامه خودتون هستید. اما خدمتون گفتم در حال گویای خیلی از واقعیت‌ها بود در این بخش کوتاه که موتا این روزا داره اذیت میشه و به واقع اگر بهش نرسیم و به موقع تصمیم گیری نکنیم چه بسا این رشته هم راهی خواهد رفت که خیلی از رشته های رزمی رفتن و سر از ناکجا آباد در خواهد آورد. موتا این روزا با ذهنیت های مختلف داره اداره میشه. اما الان برای اینکه بشنیم و صحبت فنی تر رو شنونده باشیم، ارتباطمون با آقا جواد نصیری سرپرست انجمن مویتای برقراره، یکی از خوبهای نشته. آقای نصیری سلام، شب شما بخیر باشه. سلام به ماه شما، شب عالی بخیر و سلام به همه بینندگان عزیز. زنده باشید. آقای نصیری خیلی کوتاه، اولا از خودتون و اتفاقاتی که افتاده، ارزیابیتون و عملکرد فعلی انجمن مویتای یک خلاصه‌ای به ما بگید که کجای کار قرار دارید. من کلی سوال دارم ازتون. عرضم به خدمت شما، من جواد نصیری هستم، کوچیک شما و همه شنوندگان. من عضو کوچکی از فدراسیون ورزش رزمی هستم و در رشته مویتای قهرمان بودم، مربی بودم، داور بودم، هم در بین الملل هم خان فنی 14 از فدراسیون جهانی دارم. در حوزه مدیریت هم مسئول تهران بودم، مسئول کمیته مسابقات کشور بودم، نایب رئیس مویتای کشور بودم، رئیس انجمن مویتای ایران، نهایتا نایب رئیس آسیا و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی. و عملکرد الان انجمن مویتای که زیر نظر شما چند وقتیه چجوریه؟ به نظرتون مثبت یا هنوز خلالی درش وارد هست؟ عرضم به خدمت شما که ما از شنبه گذشته، یعنی ابلاغ من شب میلاد امام هشتم امام رضا علیه السلام خورده و یه هفته از تازه ما اومده. کار خاصی هنوز اتفاق نیفتاده، درسته؟ بله. کار خاصی هنوز اتفاق نیفتاده. بله. آقای نصیری یک صحبتی الان مطرح است. فدراسیونی داریم به نام فدراسیون ورزش‌های رزمی. بله. جوجیتسو بود، ساواته بود، کیک بوکس بود، مویتای بود، در حال با کمربند، در حال کشتی با کمربند هم بود. سوال من برای اینه که بلایی که سر این رشته‌های دیگه اومد، اینا رفتن بیرون، ساواته، کشتی با کمربند، جوجیتسو و کیک بوکس رفتن از زیر مجموعه فدراسیون بیرون، الان اتفاق داره برای مویتای میفته. چه باید کرد به نظر شما؟ عرضم به خدمت شما، من اجازه میخوام یه توضیح کوچیکی بدم اگر شما اجازه بدین. ما در دوره مدیریت بنده کسب کرسی عضویت در هیئت رئیسه جهانی مویتای اتفاق افتاد، کسب کرسی نایب رئیسی آسیا افتاد، بعد عرضم به خدمت کسب کرسی کمیته پزشکی فدراسیون جهانی ایفما توسط مرحوم دکتر پورکاظمی که رئیس فدراسیون پزشکی بودن ایشون رئیسشون شد. بله خودشون بیان ای ایروبیک مویتای در جهان که نماینده چین هم به بچه‌های ایروبیک مویتای ما مدال بهشون اهدا کردن. عرضم به خدمت شما که و برگزاری دو دوره مسابقات جهانی برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران با حضور 70 کشور که نهایتاً برای اولین بار، باز این خیلی مهمه، تاکید می‌کنم برای اولین بار تایلند دوم شد در مسابقه دوره اول که در کیش برگزار شد و ما اول شدیم، که اصلا این در تاریخ ورزش مویتای نیست، نه تنها ایران، در جهان نیست. و عرضم به خدمت شما که در دومین دوره هم ما ایران در مقام دوم ایستاد و تونستیم به قول معروف خودمون رو با قدرت نشون بدیم. بعد ما مجوز ورود بانوان رو با حجاب اسلامی در زمان من به قول معروف گرفته شد و رایزنی ها شد. همه کشورهای اسلامی منو بغل کردن، گفتن آقا شما واقعا کار بزرگی کردی که ما تونستیم بانوان رو با حجاب اسلامی هم در بخش بازیکن ها هم در بخش داوری که اعزام شده و اسنادش هست، اولین مدال طلای آکلاس توسط مجید رازانی، برای اولین بار در تاریخ ایران مدال طلای آکلاس. عرضم به خدمت شما که ما اخذ کردیم و عرضم به خدمت شما که برگزاری کلاس های داوری مربیگری رسمی با حضور رسمی با حضور آقای استفان فوکس و حالا اسم اون مدرس، حالا استفان فوکس من باش ازش سوال دارم. آقای نصیری جهانی اینو من اگر اجازه بدید. بله بفرمایید. عرضم به خدمت شما حضور در کلیه مسابقات رسمی جهانی آسیایی به صورت قدرتمند با امکانات ویژه
عرضم به خدمت شما که و اردوهای منظم از جمله آقای واعظی عزیز، من یه ادعایی دارم این به هر صورت باید ثابت بشه. ما توی اردوی تیم ملی خاویار طلایی به ملی پوشای مویتای دادیم و بهشون پول توجیبی به صورت دلار پرداخت کردیم برای مسابقات جهانی که این ولی الان چی میشه آقای نصیری؟ الان چی میشه؟ دو سه هفته قبل رقابت انتخابی تو اصفهان بود و باید برن برای مسابقات برونمرزی قهرمانی آسیا و جهان. بعد به حال مسئولین محترم وقت گفتن که آقا پول هزینه سفرتون رو خودتون عجیبتون بدین. و اتفاق جالبتر اینه که یکی از کسایی که ساکن تایلنده، اصلا داخل ایران نیست و عضویت تیم ملی هم مورد در رقابت انتخابی هم شرکت نکرده و به یک بار سر از اعضای تیم ملی در آورد. من میخوام بگم دوران طلایی مویتای که تحت سرپرستی جناب علی بوده، در قالب مدیریتی جناب علی بوده، آقای نصیری چرا ما کلا توی ورزش کشورمون طاقت آدمای خوب و با عملکرد حرفه‌ای نداریم؟ چرا الان جواد نصیری خودم از این خانواده ام، خودم فنی ام، خودم تو وینگ رفتم، خودم داورم، ما عکس هم داریم اینجا، همین عکسی که قهرمان جهان شدیم بعدم و میدونم از پایین تو جامعه به صورت مدیریتی اومدم بالا، کلاس دارم، باشگاه دارم، اینا همه، من همه اینا رو درک میکنم. ولی آقای واعظی، ما 1000 تومان در زمان بنده، من قائل نیستم از ورزشکار پول گرفته بشه و ما نگرفتیم. من تنها کسی ام که ادعای اینو دارم و میتونید اون از جامعه محیط استعلام کنید، هر کسی در مسابقات قهرمانی کشور اول شد همون اعزام شد. امکان نداشت با هیچ سفارشی از هیچ کجا، بالاترین مقامات کشوری و لشکری نمیتونستن بگن آقا این دومی رو ببر به جای اون. آقا من یه سوالی دارم آقا جواد، مسابقات شرکت کنه. آقا جواد من یه سوالی دارم. بله. یک آدم اینچنینی مثل جواد نصیری با یک رزومه اینچنینی و اینکه افتخاراتشو بعضیش اشاره کردین، عکسی هم که پشت سر من روی ویدیو بال هست یا همون دیوار نمایشی اینجا هست، این اتفاق میفته، این که قهرمان جهان شدیم، میخوام بگم که چرا بر نمیتابیم؟ چرا اینجوری رفتار میشه؟ الان خیلی دنبال اینن که من حالا گفتم سبکای مختلف و یا رشته‌های مختلف مثل ساباتو و کیک بوکس و جوجیتسو اینا رفته کنار، کشتی با کمربند، یا یه سبک دیگه هم که یکی از دوستان هست خیلی هم آشناس و دوست داشتنی، گرفتن یکی دیگه رو آوردن. خیلی راحت میشه این اتفاق، یعنی مدیریت میکنن، نامه میزنن، میگن آقا رئیس سبک دیگه نباشه، اون رشته میره کنار. من میگم الان جواد نصیری که یک شخصی اسم آوردین، استفان فوکس، یکی از کسایی که با تحقیقاتی که من کردم با توماس باخ رئیس فعلی IOC و کمیته ملی ملی المپیک تو هفته، تو 6 روز هفته یا 7 روز هفته 5 روزش رو صبحونه نهار با همن، یک رفاقت صمیمی دارن. چطور میشه؟ صبر کنین، صبر کنین آقا نصیری. آقای استفان فوکس نایب رئیس گایسه. خب گایسه، آره، ایم اسپورت آکورد، ایمز، آره سعید، آفرین، سازمان ورزشی. خب من میخوام بگم ایسماس ایشون کم آدمی نیست، تو همه حوزه های ورزشی با بنده ارتباط ویژه دارن ایشون، به خاطر خب. اون عملکردی که ما داشتیم. آفرین، شما رو تایید میکنن. الان دوستان به من بگه این نامه رو بیارین، نامه یعنی استفان فوکس، همین شخصی که میبینید آقای استفان فوکسی که گفتم یک شخصیت، آره آقای نصیر هم هستن. الان ما آقای مصدق اون عکس نامه ای هم که آقای استفان فوکس رو، اگه تصویر اون نامه رو بیارن بچه‌ها، زحمت بکشن بچه‌ها با احترام اتاق فرمان بیارن. آها این نامه ای است که استفان فوکس زده، حالا نامه لاتینه، این پایین میبینیم قشنگ دقیقاً با احترام گفته آقا دوران جواد نصیری یک دوران طلایی توی مویتای، گفته آقای صالح امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک ایران پیشنهاد دادن که دستوری باشه، هیچ موقع ما دستوری نداریم توی این مراودات، پیشنهاد کرده وقتی که هم چند شخصی داریم مثل جواد نصیری، چرا از جواد نصیری به عنوان دهان رئیس این فدراسیون یا دهان این رشته این انجمن یاد نکنیم و اینکه چرا ازش استفاده نمی‌کنیم؟ بعد حالا جالبه توی همین داخل ما 1000 نفر مدعی پیدا میشه که همین جواد نصیری که این دوران طلایی داشته رو از بین ببره. نظر شما چی آقای نصیری؟ عرضم به خدمت شما که اولا خدا هست آقای واعظی. این مهمترین مسئله است. خدا همیشه در همه حال هست. عملکرد ما مشخص جامعه مویتای، بیان هر کسی ادعایی داره در جامعه مویتای کشور که جامعه بسیار بزرگ و پر جمعیتی هستیم ما، بیان وایستن نظرسنجی کنن، مردونه آدم وایسته و مردونه حرف بزنه. من خودم مش خوردم، لگد خوردم، بینیم آسیب دیده، حالا به هر صورت میدونم خودم درد ورزشکار رو میدونم، درد مربی رو میدونم، مربی تیم ملی رو میدونم، همه رو پله به پله تهی کردم و میدونم. به نظر من نباید، یعنی ما همسال ما، من و همسال من نباید به خاطر
امیال شخصی خودمون بیایم بگیم آقا ما خوبیم فقط، نه، اولا که بذاریم جامعه مویتا یا هر جامعه ورزشی دیگه راجع به اون ورزش به خصوص خودش تصمیم بگیره. یک، دو، آقا اون کسی که عمل کرده خوبی داشته بسم الله بیارین میدونه بدیم. آقا شما که پسرخاله آقای نصیری، شما که پسرخاله یا رفیق آقای فوکس که نیستین که اینجوری نامه داده پیشنهاد پس قطعا عمل کرده درست. حالا من یه سوالی دارم، جایزه روح ورزش به فدراسیون جهانی ایفما من خیلی عمالی دسته. من سوالم اینه آقای نصیری، سوال خواهش میکنم الان به صورت زنده آنلاین میتونید روی سایت رسمی ایفما ببینید که چقدر توی اونجا ثبت شده دوران طلایی مویتای، بازگشت دوران طلایی مویتای ایران با حضور جواد آقای نصیری بین‌الملل همه اینا. آقای نصیری اتفاقی میفته، امیرخان مصدق تهیه کننده برنامه خودش خب از رزمی کارهای حرفه‌ایه و امروز آنلاین صحبت کرده، برخط صحبت کرده با آقای استفان فوکس و گفته همه شرایط برای حمایت از آقای نصیری ما فراهم میشه. اصلا یه اتفاقیه وقتی که دوستان بیننده، علاقمندان به ورزش، بینندگان ورزش از نگاه اگر یک کسی یا یک شخص با عنوان شغلی آقای استفان فوکس میاد معرفی میکنه به رئیس کمیته ملی المپیک ما میگه آقا از این استفاده کنید، وقتی این اتفاق بیفته، وقتی این انتخاب صورت بگیره، مطمئنا روی کرده فدراسیون جهانی یا کمیته ملی المپیک هم حمایت میشه، حمایت کننده از این رشته ای که توی رشته های المپیک 2024 المپیک پاریس جزء رشته های المپیکیه. من سوالم رو اینجوری میخوام به انتها برسونم، یک سوال خیلی مهم دارم آقای نصیری. یک انتخابات توی فدراسیون‌های ورزشی ما صورت می‌گیره، 52 تا فدراسیون داریم. وقتی یک فدراسیون رئیسش انتهای کارش است از نظر قانون 4 ساله، میره کنار یک سرپرستی می‌ذارن اگر به موقع رئیس انتخاب نشه. سرپرست هم طی 6 ماه طبق قانون مندرج در قانون اساسنامه وزارت ورزش فرصت داره که مجمع تشکیل بده، رئیس اون فدراسیون مشخص شه. اما الان آقای عظیمی مورد هجمه قرار گرفته که آقا چرا عزل و نصب داره انجام میشه. خب وقتی که یک سرپرست میاد توی چارت کار قانونی در حال نگاه ویژه سرپرست همون چیزیه که نگاه رئیس است، چه فرقی میکنه؟ چرا ما بر نمیتابیم یه سری از عزل و نصب رو؟ آقای نصیری عزم به خدمت شما که اولا من میخوام از آقای وزیر، آقای سلطانی فر و آقای دکتر داورزنی و همچنین از آقای دکتر صالح امیری که بسیار دانا و مدبر هستن تشکر کنم به خاطر انتصاب و انتخاب و انتصاب آقای دکتر عظیمی که خودشون دکترای ورزش رو دارن جمع کنم توی استراتژیک ورزش. عرضم به خدمت اگر حالا اینو همینطوری میگم حالا اشتباه نشه خدای نکرده حالا این رشته و گرایشش رو، ولی ایشون اومده اینجا که یک انتخابات سالم و عادلانه برگزار کنه. این که نمیشه که حالا اون رئیس اون فرق نمیکنه، امروز این رئیس میاد بعد اون رئیس میاد، شاید همون رئیس دوباره به قول معروف پس بعدو برگرد بیاد. هم تو انتخابات سالم با رعایت قوانین جاری که در کشور هست. الان فدراسیون های دیگه آقای وایزی کویفو 16 ماه نمیدونم 14 ماه چقدر آقا تنیس رو داریم، کشتی رو داشتیم، حمید منیکنی که حالا 4 روزوش انتخاب داشت، تنیس رو داریم، خیلی از اشرا بهترین گزینه. عرضم به خدمت باید میدون باز بشه، باید عرضم به خدمت شما که تمام اون جوانب انتخابات رعایت بشه طبق قانون. آقا بسم الله اگه میخواد بیاد ثبت نام کنه، بیاد اون به قول معروف رأی جمع کنه از مجمع و شرکت کنه و در نهایت هم باز هم جامعه رزمی هست برای ورزش رزمی منظورمه. بعدم ضمن اینکه آقای نصیری دکتر بعد انتخاب کنن، بله دکتر عظیمی در حال معاونت کمیته استعدادیابی وزارت ورزش داره در کنار احمد سعدامند، یک آدم با رزومه. اتفاقی که میفته یک اتفاق ویژه بود، آقای عبادتی هم خودتون یادتون هست که به قول خیلی عامیانش زیرا بشه زدم و اتفاقی که برای خیلی دیگه افتاد. زمانی که میتونید تو تمامی سایت ها ببینید آقای وازی آقای عبادتی رو اومدن و تعلیق کردن. آره دیگه همین اتفاق زمان آقای عبادتی افتاد. یعنی میخوام بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ولی خب خودمون به گفته شما و اتفاقی که خیلی ویژه بهش اشاره کردین داریم خودمون داریم در حال این حرکاتو میکنیم و حرکاتی که مناسب نیست شاید موقع دوره تعلیق بشیم. آقای نصیری دل پردردی داشتیم و وظیفه خودم میدونستم به همراه تیم سردبیری برنامه شامل تایید کنم و دوستان دیگر که این بخشو بررسی کنیم، چون رشته‌ای که واقعا المپیکی داره میشه و یک کسی مثل استفان فوکسی که نایب رئیس المپیکه، رئیس نایب رئیس گایز، نایب رئیس اسپورت آگورتس و
خیلی جای دیگه یک ایمز و یک در حال اتفاق خیلی خوبی داره میفته و ایشون شما رو پیشنهاد میده، وقتی هم که شما خب مورد تفقد قرار بگیرید بشین رئیس و این ادامه کار داشته باشید، مطمئناً حمایت‌های سخت افزاری نرم افزاری لازمو خواهیم داشت. از شما خیلی ممنونم، ان شاءالله اگر فرصت شد هفته های آینده حتما راجع به موضوع من میخوام در حد 30 ثانیه تشکر بکنم. بفرمایید. عرضم به خدمت شما، اولا از مقام عالی وزارت آقای دکتر سلطانی فر، آقای دکتر داورزنی، کلیه کارکنان، آقای دکتر صالحی امیری عزیز، از آقای دکتر عظیمی سرپرست محترم فدراسیون، تمامی کارکنان فدراسیون ها تشکر و قدردانی صمیمانه می کنم از تمامی سایت ها، مطبوعات، خبرگزاری ها که یک انعکاس به قول معروف انقلابی کردن، از اینا هم تشکر می کنم، روی ماهشون رو میبوسم. من در لباس نوکری اومدم برای جامعه مویتای، خودم وقف مویتای هستم، انشالله امیدوارم نه تنها به دوران طلایی بلکه بالاتر از اون دوران برسیم و با کمک این دوستان حتما خواهیم رسید انشالله. آقا تهش اینه که ما ورزش و کمیته ملی المپیک و ورزش قهرمانان، انتهاش اینه که شما رو میبوسم، متشکرم از شما، شب عالی به خیر و خوشی. شب شما هم بخیر باشه دیگه، نقطه گذاشتین آخرش. ما تهش یا انتهاش این جنگ و جدل که نه، بحث و گفه گفته و گفتگوی که داریم، واکاویه که داریم، میخوایم پرچم مقدس کشورمون توی رقابت بالا بره. یعنی اتفاق اتفاق قشنگی، خودزنی نکنیم دیگه. تو خیلی از اشتباه الان مده دبیر کل داریم اینجا، مثلا توی آسیا عضویت داره، تو جهانی سمت داره، خودمون رقیبی که میاد با دست خودمون میکشونش پایین و میریم و اون پستر رو از دست میدیم، اون دیپلماسی ورزش رو از دست میدیم و اتفاقات بد و تلخ و زهرداری که برای ورزش کشور رو میفته. اما علاقمندان به فوتبال جان، میتونم اینو بگم، از من دعوت شده تو همین یک هفته برای کسب کرسی عضویت در هیئت رئیسه جهانی. خب دیگه چی از این بهتر، ما خودمون داریم جواد نصیری یا جواد نصیری ها رو ساده بودیم، آسیایی و جهانی، و الان دعوت شدیم، مدارکش هم هست، دعوت شدیم برای همین هفته آینده ایشالله بریم در مجمع سالیانه شرکت کنیم. و من اینو حیفه که نگم، من تنها کسی هستم در دنیا که فدراسیون جهانی ایفما، رئیس فدراسیون، پرزیدنت فدراسیون آقای دکتر تاپسوان، ساکتای تاپسوان به گردن من مدال طلا انداخت به خاطر تشکر از یک رئیس یک فدراسیون. ما چند تا تعداد از اکثر داریم که همکارامون روی همکارم چند تا عکس در خلال گفتگوی من با شما پشت سر من پخش میکردن که گویای خیلی از واقعیت هست. من میگم قدر جواد نصیری و جواد نصیری رو بدونیم، فارغ از هر نگاه سوگیری که هست، تهش فکر کنیم آقا قرار مویتای، جوجیتسو، کیک بوکس، کشتی با کمربند و و و برامون در میادین بین المللی و برون مرزی افتخار آفرین کنن. شب شما بخیر باشه آقای نصیری، ممنونم از اینکه پشت خط ما اومدین. قربان شما، خداحافظ. اما علاقمندان فوتبال در جریان باشن، تیم ملی کشور مقابل تیم ملی امید، یعنی شاگردان آقای ویلموت و فرهاد مجیدی، سه شنبه این هفته یک بازی دوستانه کنار هم روبروی هم برگزار کردن توی ورزشگاه آزادی که خالی از تماشاگر بود، که دلایل خاص خودش داره، حتما راجعش بحث خواهیم کرد. و همه اتفاقات فوتبال اون باعث شد که امشب ما یک بخش عمده‌ای از وقت برنامه رو اختصاص بدیم به فوتبال. اما اولین مهمان فوتبال که امشب ما رو در بخش خط قرمز ما همراهی خواهد کرد، معرفی خواهیم کرد. بریم ورودی خط قرمزمون رو ببینیم، برمیگردیم، مهمان فوتبالی به جمع ما اضافه خواهد شد. یه انتظار بالای 40 سال برای قهرمانی در جام ملت‌ها و همین سال انتظار برای رسیدن به میدان المپیک. حالا دیگه برای چند نسل حضور در المپیک و قهرمانی توی جام ملت‌ها خاطره شده و بس. اما باز هم نباید ناامید شد و یه بار دیگه باید جنگید. مردان مارک ویلموت و شاگردان فرهاد مجیدی خیلی کار مهم و سختی رو پیش رو دارند و باید از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده کرد. تیم ملی ما که حالا در راه جام ملت‌های 2023 چین و جام جهانی 2022 قطر حریفای خودش رو شناخته، زمان زیادی برای بازی‌های دوستانه و تدارکاتی و برنامه ریزی نداره. فدراسیون فوتبالی که بیشتر وقتش رو برای تنش‌زدایی و اشتباهات سازمان لیگ برتر گذاشته و در سکوت مطلق خبری کار خودش رو پیش می‌بره، چندان نمیتونه نقشه مناسبی رو تدوین کنه. فوتبال ما اگرچه چند سالیه تو رنکینگ فیفا اول آسیاس، اما به واقع مردم علاقه‌مند به فوتبال میدونن کجا هستیم و با خودمون چند چندی. فوتبال امروز یه مدیریت حرفه‌ای میخواد، ابزار مناسب و یک نقشه راه درخور و شایسته. ویلموتس و فرهاد مجیدی انتهای آرزوهای یک ملت عاشق فوتبال رو میتونن برآورده کنند، اما چقدر شدنیه؟
فوتبال ملی ما باید از همین امروز کار خودش رو شروع کنه، نه چند ماه دیگه که توی تنور داغ مسابقات مقدماتی گیر کنه و دقیقه 90 به فکر اصلاح بیفته. فوتبال ملی ما ویترین ورزش ماست. یه وقت نشه زود دیر بشه و باز هم حسرت المپیک نیم قرن رو رد کنه و جام ملت‌هایی که زدودن غبار از عکس‌های آخرین قهرمانیش کار نسل امروز ماست. دو تا از حمیدهای دوست داشتنی با اخلاق و با احترام از نظر فنی که دیگه مشخصن، دو تا از حمیدهای خوب فوتبال کشورمون امشب برنامه ورزش از نگاهدار همراهی میکنند. با افتخار میزبان آقا حمید درخشان و آقا حمید استیلی هستیم. سلام هر دو عزیز، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. خوشحالم بفرمایید. به نام خدا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارای محترمتون، همچنین دوست خوبم جناب آقای استیلی و بینندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت شما باشید. من بیشتر آقا حمید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای وازی، خیلی خوشحالم که دوباره می‌بینمتون خدمت مردم عزیزمون و دوست و برادر بزرگتر و پیشکسوت خودم آقای درخشان. یعنی هر چقدر بگم از اخلاق و فرهنگ بالایی که واقعا همه فوتبالیست‌ها اونو دارن، اما همیشه نمیدونم چرا ما تو هر رشته نگاه میکنیم به ویژه فوتبال، نسل قدیم با احترام به نسل جدیدمون یکم بیشتر، یک کوچولی بیشتر دوست داشتنی ترن و به دل میشینن. ان شاءالله که این نسل جدید فوتبالمون که الان هستن 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد بشن کسایی مثل حمید استیلی و حمید درخشان. آقا حمید استیلی، اجازه میدم من به رسم ادب و کسفت از حمید درخشان شروع کنم. آقای درخشان، روز گذشته در حال قرعه کشی رقابت های مقدماتی 2022 انجام شد، 2023 جام ملت آسیا هم انجام شد. حالا فارغ از این، من میخوام بگم با یه تیتری شروع کنیم صحبتمون رو. اتفاق ویژه‌ای میفته، کارلوس کیروش بعد از 7 سال اندی از فوتبال ما میره، مالک فیل فودز میاد با یک سری شرایط ویژه‌تری که از آن خیلی از کارشناسان تیم هجومی‌تر شده. ما یه 5 سوریه رو بردیم، یه 1-1 مقابل کره داشتیم و اتفاق خوبی افتاد، ضرب آهنگ خوبی تیم گرفته. بازی روز سه‌شنبه مقابل امبیتو شما دیدین؟ خب مثل که تماشاگر قرار نبود بره. شما ویدیوهای کوتاهش هم ندیدین؟ ولی دیدم، یه مقدار از بازی‌ها رو دیدم. خب طبیعتاً من می‌خوام بگم که اول از اینکه باید تیم امید رو خیلی بهش امیدوار باشیم که بتونه، کار سختی رو داره ولی بتونه که انشالله تو برنامه‌ریزی‌های خوبش بازی خوبی رو انجام بده و به اون هدفی که میخواد برسه. اما تیم ملی خب طبیعتاً خیلی تغییرات داشته، با توجه به اینکه تغییرات زیادی تو به خصوص جلوی بازی تیم امید داشته، خیلی از بازیکنایی دعوت شدن که شما اولین بار بودن لباس تیم ملی. کاملا با شما موافقم. خب این یه انگیزه مضاعفی برای بقیه بازیکنایی که تو لیگ بازی میکنن رو میده. خب ببینید، ما باید به این انتظار بشینیم که این دو تا خاصیت داشته به نظر من. یک، از دعوت به این جوونا که بیان بازی کنن در تیم ملی یه پشتوانه میشه برای تیم ملی بزرگای ما. دومی که خب میدونیم ما یه سری لژیونر داریم، یه سری بازیکنای داریم که قابلیت‌های زیادی دارن، تو جام جهانی بازی کردن و این خودش میتونه کمک بکنه به تیم ملی. ضمن که پشتوانه خوبی براش درست میشه با توجه به بازیکنای خوبی هم که داریم. و از همه مهمتر اینه که ما قراره که بازی‌های تدارکاتی خوبی را انجام بدیم، که یکیش همین بازی با امید بازی کردنه. هم امید ارزیابی شد، هم تیم ملی ارزیابی شد. نظر شما کلی مثبته نسبت به این بازی؟ حتما همینطوره. اصلا ما نگاهمون برای بازی تدارکاتی باید مثبت باشه. ما نگاهمون نباشه که نتیجه‌اش چی می‌خواد بشه، نگاهمون به این باشه که ما چه برداشتی از بازی تدارکاتی می‌کنیم، چه نقاط قوتی داریم، چه نقاط ضعفی داریم. همه اینا باید جمع‌بندی بشه، برسه به اون شاکل اصلی تیم ملی که ورود کنه به مسابقات و بتونه که ان شاءالله تو مسابقات حضور بشه. آیه حمید خان استیلی، نزدیک به نیم قرن داره میشه که ما تیم ملی امیدمون به رقابت المپیک راه پیدا نکرد. البته خب تاریخ چیز دیگه ایه، میگم ما 1980 مسکو هم مجوزش گرفتیم، اما خب در کلیت بازی‌ها چون تحریم بود به دلیل شرایط سیاسی اون موقع، 76 مونترال آخرین دوره بود که ما شرکت کردیم، 40 اندی ساله و ان شاءالله این دوره اتفاق بیفته. هر دوره هم با بهترینا بوده. چه زمانی میادم 92 بارسلونا با حسن آقای حبیب، با بازیکنای خوب مثل خدادر عزیزی و مهدی مهتبی که خیلی دیگه رسیدیم. دو دوره قبلی فکر کنم کمال کامیانی اخترش محاسبه نشد، بازی با عراق از دست دادیم زمانی که علیرضا منصوری بود و حالا اومدیم جلو. اینا رو گفتم که بگیم آقای من استیوی، یک به قول معروف احساس مسئولیت فوق العاده زیادی روی دوش شماست و یک بار سنگین. میخوام بپرسم که الان حمید استیلی که میدونم دغدغش رفتن این تیم به رقابت المپیک هست، در فاصله دور اول که ما با زلات که کرانچان یه خود شاید به ذم بعضی ها ما متزلزل نشون دادیم، اینطوری هم نبود. حالا با عراق اینجا پیروز نشدیم، گفتن دلیل برکنارش هم همین بود، با اقتدار میخوایم بریم. چون آیا شما آمدن فرهاد مجیدی رو با این کادر جدید که آقای شاردی هم رفت و سهراب خان هم رفت راحت‌تر باش کار می‌کنین؟ یعنی الان این تیم امیدوارتریم که بریم المپیک یا خیر؟
ببخشید سوالم خیلی خواهش میکنم. همونجوری که اشاره کردید، خب ما 44-45 سالی که ما نرفتیم به المپیک و الان خیلی شرایط سخت‌تر شده به دلیل اینکه خب بازیکنایی که الان ما داریم با بازیکنایی که 4 سال پیش اینا بود یه مقدار متفاوتن و تو اون زمان چون الان با حمید خانم داشتم صحبت میکنم 4 سال پیش اکثر بازیکن‌ها داشتن تو تیم‌های باشگاهشون بازی می‌کردن. حالا کار خوبی که خب ما از قبل هم می‌دونستیم یه سری مشکلات تیم ملی امید داره که باشگاه‌ها بازیکن‌ها رو در اختیار نمی‌ذاره. ما سعی کردیم این مشکلات رو با فدراسیون فوتبال، هیئت رئیسه فدراسیون حل بکنیم که اساسنامه یا تصویب کردیم که باشگاه‌ها موظف باشن بازیکن رو با ما بدن. کار خوبی هم که کنار فدراسیون فوتبال ما انجام دادیم تو این بازی‌های آسیایی جاکارتا قبلا شاید هم می اومدن بازیکنایی رو می بردن که هیچ کدومشون نمیتونستن تو المپیک بازی کنن. ما اومدیم در واقع زیر 23، شما زیر 21 بودید. ما زیر 21 بردیم چون برای نتیجه نرفتیم، برای این رفتیم که این بازیکن‌ها تجربه خوبی به دست بیارن که ما تو المپیک بتونیم موفق باشیم. که این کار صورت گرفت، ما با بازیکنای زیر 21 سال رفتیم که همشون بتونن بازی کنن. به علاوه اینی که ما تو دور مقدماتی بازی های نسبتا خوبی انجام دادیم، حالا شاید با عراق هم امتیاز بود، اونا نسبت به ما تفاضل گلشون بهتر بود، گفتن شاید میزبان بودیم میتونستیم ببریم. حالا یه شرایطی به وجود اومد، اون بازی آخرمون اونا تعداد گلاشون بیشتر از ما بود و ما میتونستیم 5-6 موقعیت گل خیلی خوب هم داشتیم ولی نشد و به عنوان تیم دوم صعود کردیم. فعلا از هدفمون دور نشدیم، بعد با یه برنامه ریزی که انجام دادیم سعی کردیم تو زمانهایی که فیفا دی هست و بزرگسالان اردو دارن، ما هم تو همون زمان اردو داشتیم. با اینکه اردوامون کوتاه مدت 5 روز 1 هفته‌ایه، سعی کردیم اون اردوها رو بذاریم و با رئیس لیگ که اون موقع آقای فتایی بود، جا داره از ایشون هم تشکر کنم، آقای سعید فتایی. مگه الان نیست؟ خب الان نیدمش رئیس کمیته مسابقات هم برگشتن. بله خدا رو شکر برگشتن. با ایشون صحبت که کردیم ما سعی کردیم که نیم فصل لیگ و جوری برنامه ریزی کنیم که تداخل نداشته باشه، ما یک ما بازیکنها رو در اختیار داشته باشیم چون بتونیم هم کار بدنی هم کار تاکتیکی رو تیم انجام بدیم. از موقعی که آقای مجیدی هم به تیم اضافه شده ما 2 اردو داشتیم، این اردو آخرمون یه بازی با مچ سلیمان کردیم، یه بازی با تیم ملی. جا داره که صحبت شما رو تکمیل کنم، خب اومدن آقا ویلموت که ما 2-3 جلسه با ایشون داشتیم، جلسه اول هماندیشی سرمربی های تیم پایه بود که تو این 7-8 سال ما اصلا نهیده بودیم که سرمربی تیم ملی بزرگ سالان بیاد و صحبت کنه. صحبت های خیلی خوبی هم رد و بدل شد. حالا ایشون گفت که بازیکن های تیم زیر 23 سال و زیر 19 سال به ما نزدیکترن، حتی تاکتیک و برنامه‌ای که بزرگسالان انجام میدن این دو تا تیم میتونن، و بازیکن های زیر 17 سال و 15 سال اینا برنامه‌شون یه مقدار جداتر از تیم ملی امید و جوانانه. به علاوه اینی که ایشون در رابطه با اینکه ارتباط نزدیک با سرمربی تیما داشته باشن گفتن که هر موقع خواستن میتونن با ایشون مشورت کنن. خیلی عالی. به علاوه اینی که خب ایشون بازی با مچ سلیمان و با دستیاراشون اومدن و 90 دقیقه نشستن توی آکادمی و بازی ما رو دیدن. از همه مهمتر یه بازی دوستانه تشکیل دادن که این یه مقدار از لحاظ انگیزشی برای تیم ما فوق العاده خیلی خوب. آقا حمید درخشان، قبل اینکه بریم بخش اول ببینیم یه سوال کنم از شما. خیلی ها میگن این قرعه عراق و بحرین و کامبوج و هنگ کنگ قویه، خیلی میگن ضعیفه، ولی آقای رئیس آقای مهدی خان تاج گفتن که خیلی هم خوبه و سخت نیست. مصاحبه مستقیمی که اونجا تو مالزی داشتن، مقر کوالالامپور، مقر کنفدراسیون آسیا. اما من از شما یه نظر توی صفحات مجلس دیدم که گفته بودید که خیلی سخت نیست، نظر چیه الان؟ ببینید خدمت شما عرض بکنم که هر تیمی که حضور پیدا میکنه تو این تورنمنت طبیعتاً برنامه داره که میاد. بعد اشکالی که به نظر من الان پیش اومده اینه که یک تیم صعود میکنه از این گروه، یعنی این کار رو سخت میکنه. شاید شما تو امتیاز مساوی باشی، همینطور که امید خان گفت آبراج گل تیم رو ببره و شما اصلا محروم بشین از دور بعد. پس من میخوام اینو به شما بگم که به این راحتی نیست که ما فکر کنیم که خب ما میدونیم بازیمون همیشه با عراق سخت بوده،
تیمای دیگه هم که میان کتبسته نمیان که از ما 5 تا 6 تا گل بخوره. دیگه گذشت اون موقع که شما میرفتیم به تیما 5 تا 6 تا گل میزدین. الان تمام تیما با برنامه میان و دقیقاً میدونن تیم ایران چه خصوصیاتی داره. همه کاملا شناخت دارن، حواشی دارم، تسلط دارم، مثل تیمای مخصوصا عراق و بحرین. کاملا ما با بحرین مشکل داشتیم، اگه خاطرتون باشه یه جام جهانی نتونستیم بریم. ما 29 مهر 80 اون 3 که معروف اون اتفاقات. پس هیچ تیمی رو نباید دست کم بگیریم. به خصوص من این رو میخوام به شما بگم، کار تو این گروه هم سخته. ما باید تدارک خیلی خوبی رو ببینیم، تیممون خیلی آماده بشه که در واقع همه بازیامون رو ببریم، حتی به نتایجی نگاه نکنیم که تیم پشتری ما چجوریه. ولی این اتفاق تو فوتبال افتاده و بازم ممکنه بیفته که خدای نکرده به جایی برسیم که امتیازاتون مثلا با بحرین یا با عراق یکی باشه، گلاوراج اون تو یه بازی با یه گل بیشتر میتونه بره به دور بعد و ما از دور بعد محروم باشیم. یعنی الان شما پس در نهایت کار رو سخت میدونم. کار رو اصلا شما نباید آسون بگیری. اگه آسون بگیری جا میمونی. باید سخت بگیری که بدونی کار سختی رو پیش رو داری و سخت کار کنی تا بتونی که از این مرحله عبور بکنی به راحتی. خیلی هم عالی. آقای حمیدخان استیلی، من حالا تو ارتباط تلفنی با یکی از کارشناسان دوست داشتنی و با دانش فوتبال اون برقرار میشه صحبتم اینجوری ادامه بدم. الان یک دیدگاهی که هست، ما تیم ملی داریم که رفته دور دوم جزو بهترینای آسیا. یک بزنگای خیلی مشکلیه، کار خیلی سخته، بازی دوستانم کم. شما با تعاملی که با آقای مهدی تاج و فدراسیون دارید، آیا واقعا قرار اتفاق ویژه‌ای بیفته با تیم‌هایی بازی کنیم که حالا تیم ملی احترامش به جا، ولی با یه تیم‌هایی بازی کنیم واقعا آپدیت‌تر بشن؟ بله، ما طبق برنامه‌ریزی و اردوهایی که تدارک دیدیم با توی شهریور ما دو تا بازی با تیم ملی ازبکستان داریم، زیر 20000 ازبکستان در ازبکستان تاشکند. در مهر ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتونیم، چون با کرواسی قرار بود بازی کنیم، تو هفته پیش گفتن انصراف دادن، اردو مهر ماهمون خالیه که بتونیم دو تا بازی انجام بدیم. حالا یا با امارات داریم تلاش می‌کنیم، یا با امارات یا با ترکیه بتونیم انجام بدیم. توی آبان ماه دو تا بازی با تیم ملی اندونزی داریم که جاکارتا میریم بازی می‌کنیم، و در آذر ماه هم قراره که به اردو اسپایر قطر بریم و اونجا هم دو تا بازی تنیم. بله، برنامه‌ریزی کردیم تا زمان بازی. ولی فعلا ازبک ها قطعیه، درسته؟ ازبک و اندونزی قطعیه. تا حالا برسیم به قطر و اینا. یعنی الان میخوام بگم این وضعیت نگران کننده نه، اما کار بسیار ارتباطون برقراره؟ خب ارتباط تلفنون برقراره با آقای جلال چراغ‌پور، یکی از کارشناسان با دانش فوتبال کشورم. آقای جلال چراغ‌پور سلام و شب بخیر دارم حضور جناب ولی، و عذرخواهی می‌کنم از اینکه از اون زمانی که با هم هماهنگ کرده بودیم یکم طولانی‌تر شد. شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان بسیار محترمتون و در واقع بینندگانی که صدای ما رو می‌شنون. زنده باشین. انزلی تشریف دارین دیگه؟ من رشت هستم. رشت هستین. آقای چراغ‌پور نازنین. آقا خدمت آقای چراغ‌پورم. آره، آقا حمید استیلی، آقا حمید درخشان هم اینجا سلام می‌رسونن. بله، هر دو بزرگوار سلام. زنده باشید. آقای چراغ‌پور، یه بحثی که مطرح هست این که یک برنامه‌ای فدراسیون فوتبال داره هم برای تیم ملی بزرگسال هم برای تیم ملی امید. یعنی الان تیم ملیمون یک بزنگای سختی داره با عراق، بحرین، کامبوج و هنگ کنگ که وضعیتش مشخصه، یه تیم از این گروه میره بالا. یعنی به واقع جام ملت‌ها و جام جهانی قطر. و یک نگاه دیگه برای امید هست، واقعا فصل مشترک خیلی سختی داریم. تیم ملی امیدمون 40 اندی سال نرفته المپیک. نگاه و دیدگاه کارشناسی شما چه هست آقای چراغ‌پور برای وضعیت کنونی این دو تیم؟ از کنم خدمتون که میدونم وقتتون کمه و حوصله برنامه‌تون حوصله تحلیلی نیست، ولی یک گوشه میزنم بهش و زود ازش میگذرم. اصلاً خدمتتون که ما یک اشکال نهادینه در آموزش پایه‌هامون داریم که مال یه روز و دو روز و ده روز و بیست روز نیست، و تیم امید با همه به اصطلاح مراقبت‌هایی که ازش میشه و همه استعدادهایی که می‌بینن، همه زحمتی که آقایون می‌کشن، مربی‌های متفاوت، نگرش‌های متفاوت، اما به یک نقطه می‌رسن و اون نقطه اینه که بلوغ فوتبالی تیم امید برای رده امید دیر اتفاق میفته. این یک اصلیه که در مدارس فوتبال دنیا و اروپا تونستن اینو حل کنن. یعنی عمر تقویمی بازیکن میاد عمر فوتبالیشو میگیره، بنای فوتبالیشو میگیره،
ما کامل میشیم، خوب میشیم، تیم ولی دیره، عالی میشه. ولی وقتی که سنمون میرسه بالای 22 سال، اما اونجایی که باید ما از فوتبال جلو بزنیم به دلیل آموزش های نهادینه که از اول درست تمرین نمی کنیم، یعنی از اون پایه درست تمرین نمی کنیم، اونم خیلی بحث طولانی داره. آقای درخشان، آقای استیلی خودشون الان بزرگان فوتبال هستن، متوجه میشن منظور من چیه. ما بدون اینکه بخوایم واقعا کسی رو زیر سوال ببریم، اما ما مسترینگ فوتبالمون به امید دست نمیده، یا قبل از امید دست نمیده. به همین خاطر ما اینجا رو مکس میکنیم، درست اونجایی که حفره بین بزرگا و امید. حالا یه نقطه بزنم اینجا آقای چراغ‌پور، این چون جواب تخصصی آقای حمیدخان استیلی، موافقیم با آقای چراغ‌پور؟ بله کاملا موافقم. ولی خب الان ما تو بحث بازیکنهای تیم امید سعی کردیم بازیکنهایی که تو لیگ برتر حالا کمتر بازی میکنن یا بازی میکنن یا لیگ یک، همونجور که اشاره کردن با آقای ویلموتس هم ما صحبت کردیم، تو بحث آموزش ما یه مقدار عقب هستیم. یعنی بازیکنی که تو سطح امید میرسه باید فوق العاده لحاظ تاکتیکی قوی باشه. ولی واقعا به نظر شما آقای چراغ‌پور نکته خیلی مهمی اشاره کرد، اون بلوغ یا اون مسترینگ رو الان بازیکن الان امید در اختیار شما بهش رسیدن؟ حالا تا بعضیاشون رسیدن، بعضیاشون نه جوون ندن، بعضیاشون اونایی که تو لیگ برتر چندین ساله دارن بازی میکنن اونا تا حدودی رسیدن، ولی اونایی که جدید هستن و ما باید بریم بعضیا رو از تیم امیدا بگیریم اونا یه مقدار. آقای چراغ‌پور ادامه صحبتاتون رو میشنویم. خواهش می‌کنم. خب این مال این قسمت، قسمت امید. البته حالا بریم سراغ بزرگسالان. بله الان، ولی یه نکته دیگه کوچیک حدود یه دقیقه درباره امید صحبت بکنم. ما خودمونم زمانی که فوتبال کار می‌کردیم یه کادر بسیار مشهور و حرفه‌ای، آقای حسن حبیبی، آقای همایون شارخی، آقای صالح نیا، خود بنده، ما چهار نفر بر سر تیم امید بودیم. یعنی از لحاظ تجربه یا حالا میگیم دانش مربیگری، ولی اشکال سر اینا نیست. اشکال و سالها بعدم بازم دیدیم مربیای بزرگی از خارجی ها گذاشتیم رو امید، ولی اشکال اونا هم همینو میگفتن. یعنی اشکال به اونجایی برمیگرده که ما از 8 سال به 10 سال تا زیر 12 سال یه چیزایی هست باید اونجا جا بندازیم، اونا رو اصلا ما کمیته آموزشمون آموزش پایه منفعل عمل میکنه، دیر میشه و در حال این میشه که بعضی موقع تو اون بزنگاه های مهم مدیریت احساسی میشه، نتیجه گیری لازم رو نداریم. حالا بریم سراغ بله بریم سراغ تیم ملی. تیم ملی بزرگام. اول یه سوال بپرسم آقای چراغ‌پور، نظرتون چیه؟ خیلی کوتاه و خلاصه و حرفه‌ای، قرعه ما سخته یا آسون؟ والا ما هر بار تو تاریخ 40 ساله گذشته با عراق بازی کردیم به دلایلی که اونم روشنه چیه. منتها برنامه شما واقعا حوصله تحلیلی نداره، من میدونم، ولی یک کلام بگم خدمتتون. ما در یکی از خطوط که خطوط میانه است تکنولوژی بازیمون سوار نمیشه رو تکنولوژی میانه عراق. گاهی بنا به شرایطی ما میانه‌های خیلی عالی داریم، اونجا راحت از عراق در تاریخ عرض میکنم عبور کردیم، زدیم، بردیم. اما میانه‌های ما هر وقت ما میانه برتری پیدا نکنیم به میانه عراق کار مشکله، نمیتونیم بهش تحکم. ضمن اینکه آقای چراغ‌پور جام ملت‌ها رو یادتون هست یه مهند علی داشتن که بازیکنای 6 7 بازیکن خوب داشتن که آقای گل و الان تو لیگ‌های معتبر دارن بازی می‌کنن و کار یکم سخت‌تر می‌کنه. اما بریم تحلیل کوتاهتون راجع به جام ملت‌ها بپرسیم که ان‌شاءالله باهاتون بحثو به اتمام برسونیم. خواهش می‌کنم. جام ملت‌ها در هر حال بسیار وضعیت خطرناکی داریم. دلیلش اینه که سکان تیم 8 سال دست یه نفر بوده. مثل دولت ها سیاسیون، یه دولت میره دولت بعد میاد، هر چی میشه میگه از دولت قبلی به ارث بردم، میگه اون میگه مال اونه، میگه اون می... اینجا هم همینطوره. این آقا خیلی کارش مشکله، با اینکه کادر تیم ملی واقعا هم کادر باسوادیه، هم واقعا هر دوشون، یعنی
مراحلی که طی کردن، فوتبالی که بازی کردن، برای تیم ملی بلژیک بازی کرده، آقای وحید هاشمی هم نمیدونم ایران بازی کرده، ملی بازی کرده، آلمان بازی کرده، بایر مونیخ، یعنی اشکالی تو کار نیست. اما برهه بسیار بسیار حساسیه. از یک طرف یه عده همین الان پیر شدن برای تیم ملی، از طرف دیگه اگر اونا برن کنار ممکنه همین مقدماتی آسیب ببینیم، اگر اونا نرن کنار از 20 تا 22 نمیتونن همراه ما باشن. که البته میگم بحث خیلی طولانی و بله به ریسکش هم شاید نیاد، اگر امکان داشت در یه بحثایی دیگه در خدمت هست. بسیار سپاسگزارم جلال آقای چراغپور، کارشناس با تجربه با دانش فوتبال کشورمون، ممنونم، شب شما بخیر باشه. آقا وقتتون بخیر، عزادارم، خدافظی، زنده باشید. آقای درخشان یه بخش گزارش آماده است، ببینیم برگردیم بحث با حمید آقای درخشان ادامه خواهیم داد. یه بخش گزارش آماده است، ما هفته قبل حنیف عمرانزاده و آرش برهانی اینجا داشتیم، کلی راجع به وضعیت خیلی بحرانی آکادمی استقلال و وضعیت پایه‌های استقلال بحث شد. من امروز بعد از اون که با آقای خلیل‌زاده از خارج از کشور بودن تلفنی صحبت می‌کردن، گفتن مسئله پروپیش حل شده که حالا اماد میاد مفصل توضیح میده، خیلی کارشناسی دقیق‌تر. و اینکه محمد مومنی هم باش صحبت می‌کردم، هفته بعد ان‌شاءالله مهمون ما خواهد بود. اینا رو گفتم بدونید که الان یه گزارش آماده است که گزارش اول گزارش خلاصه بازی تیم ملی ایران و امیده، ان‌شاءالله در بخش خودش گزارش آکادمی استقلال پخش خواهیم کرد. خلاصه بازی ایران امیدو ببینیم. بازی تدارکاتی تیم ملی کشورم مقابل تیم امید تشبه برده بودید آزادی، بازی رو با چه صورت دیدید؟ فکر کنم که به حال این بازی از نظر کیفیت نمیشه راجبش خیلی صحبت کرد، طبیعی هم هست چون هر دو تا تیم توی شرایطی با هم بازی کردن که خب خیلی ناشناخته بود از هم دیگه، فقط بحث خود نفرات بود که گزینه شده بودن. آقای ویلموس هم به حال این انتخاب انجام داده بود که یه فرصتی بود برای کسانی که به هر طول لیگ تلاش کرده بودن، حتی لیگ دسته اول ما گزینه‌هایی که به حال بودن. مطمئناً هر دو تا کادر ما به دنبال یک سری حالا مسائل هستن و دنبال مسائل فنی خودشون هستن که این بازی رو ترتیب دادن. من فکر می‌کنم که مطمئناً این بازی برای هر دو تیم مناسب بوده که موافقت کردن این بازی برگزار بشه. خب تیم ما الان توی مرحله انتخاب بازیکنه، یکم مشکلاتی که الان ما داریم اینه که اکثر بازیکنایی که دعوت کردیم تو تیم‌های خودشون ذخیره، یعنی 60% بازیکنان تو لیگ بازی نمی‌کنن و تو این اردو هم که ما اضافه شدن اکثرا تو بدنسازی بودن، اونطور که باید شاید نتونستیم باشون کار کنیم، ولی خب تجربه خوبی بود، بازی خیلی خوبی بود. جلسه‌ای که داشتیم با آقای تاج و آقای ساکت قرار شد که وضعیت این بازیکن‌ها مشخص بشه، چون که مسابقات المپیک خارج از تاریخ فیفا دی هست، ممکنه باشگاه مخالفت کنن با اومدن بازیکن‌ها. من از فدراسیون خواستم که وضعیت این بازیکن مشخص کنه که اگه ما اونا رو در اختیار نریم به کل دیگه اردوی بعدی دعوتشون نکنه. قاعدتا بازی خارجی خیلی کمک میکنه به این تیم امید ما برای رفتن به المپیک. ظاهرا بازی با کرواسی قرار بود برگزار بشه، دوستانه که کنسل شده. بله، بازی با ازبکستان، ما دو تا بازی ما با ازبکستان توی شهریور ما داریم و دو تا بازی با اندونزی توی جاکارتا توی آبان ماه داریم. برای مهر ماهمون داریم برنامه ریزی میکنیم، به علاوه اینکه مرداد هم یه اردو 4-5 روزه داریم، با اینکه تیما توی
توی بازی ها هستن، توی تیم ها هستن، ولی یه اردوی 4-5 روزه هم توی مرداد ما داریم و تمام برنامه ریزی رو انجام دادیم که تو زمانهای فیفاده بچه ها رو داشته باشیم. مشکل اصلی ما فقط یه سری بازیکن ها مستطر بازیکن ها ما تو خارج از ایران دارن بازی میکنن و بازی های نهایی ما تو ژانویه هست و روز فیفاده نیست. حالا با صحبتی که با آقای ویلموس کردیم که کمک کنه، دوتا بازی کن تو بلژیک داریم و یه بازی کن تو ترکیه که بتونیم این سه تا بازی کنم رو استفاده کنیم. چرا بازی بدون تماشاچی برگزار؟ به حال این نظر و تصمیم جمعی بود در فدراسیون فوتبال بر این اساس که این مسابقه تمرینی بود. خدمتتون باشم. پذیرش این موضوع خیلی سخته، چون اول گفته بودید که بازی با تماشاچی برگزار میشه، رایگان هم هست، حتی حضور بانوان هم قراره که در این بازی داشته باشه. این نظر شماست که ما گفته بودیم تماشاگر بانو هستن، ما به شما تماشاگر خانم اعلام نکرد. در مورد آقایان چی که گفته بود که رایگان حداقل اون چی که قبل قرار بود تماشاگر باشن و این شایبه پیش اومد، یعنی گفتن شاید تیم کادر تیم ملی امید گفته بدون تماشاگر بود. خودشون اینجا نیستن، خداشون هست، مدیر رسانه‌شون هم اینجاست، اصلا همچین چیزی نبوده. ضمن اینکه بحث برگزاری بازی در واقع به شکل رایگان هم اصلا طبق قانون فیفا همونطور که شما از من بهتر مستحضرید در واقع غیر قانونیه. ما باید مسابقات حتما بلیت فروشی بشه. یکی از اون بازیکنایی هستی که خیلی دوست داشتی تیم ملی دعوت بشی و زمان کیروش پشت خط مونده بودی. آره خب خدا رو شکر من بعد 3 سال دعوت شدم تیم ملی. خیلی دوست داشتم که قبل اینکه برم پرتغال یه بار تیم ملی دعوت شم و جبه تیم ملی ببینم که انگیزه شو واسم انشالله اونجا خوب کار کنم. امروز نیمه دوم تیم تو خیلی بهتر از بزرگسال بازی کرد. نیمه اول خوردت شرایط هواییم گرم بود، بعد تحت تاثیر شاید اسم تیم بزرگام قرار گرفته بودیم، ولی خب رفته رفته بچه‌ها تونستیم جبه بازی غلبه کنیم، بیشتر با هم مچ بشیم. نیمه دوم بازی خیلی بهتر و روان‌تر انجام دادیم، خدا رو شکر بازی خوبی بود، فکر کنم به نفع هر دو تا تیم شد. من این نکته خدمتتون عرض کنم راجع به این گزارش که سوال امیر فلاح گزارشگر ما که رفته این بازی نزدیک حال از حاشیه‌اش گپ و گفتی بگیره با دوستان فوتبالیمون درست بود کاملا. امیر علوی هم یکی از دوستان رسانه‌ای قدیمی ما هم است، اما چه می‌شود که واقعیت یه چیز دیگه جلوه داده میشه. آقا بلیت فروشی هم میشه برای این بازی، بلیت هم پخش میشه. من خودم خبر داشتم که قرار بود این بازی، یعنی مستندات خبری شما جستجو کنید توی فضای اینترنت هست که آقا قرار بود سه شنبه بعد از ظهر با حضور تماشاگران این بازی انجام شه. بعد خیلی شفاف میاد جلوی دوربین تلویزیون امیرخان علوی به خبرنگار ما میگه نه این نظر شماست، نه خیر آقای علوی قرار بود این تماشاگر بیاد. ولی خب چون ما همه میدونن دیگه شفاف سازی دیگه مشکل نداره. اینکه فیفا و اون دوباره که آقای اینفانتینو اومد ایران یک دستور تاکید کننده مؤکدی دادن به آقای تاج که آقا بازی‌های ملی باید بانوان در ورزشگاه باشن، دیگه مصالح اندیشی و مصلحت اندیشی اینا جواب نخواهد داد، محروم و مخواهند کرد. برای همین دقیقه 90 گفتم بدون تماشاگر که بعدن جوابی هم داشته باشم برای دوستان بالادستی که آقا ما بازی رو کلا بدون تماشاگر برگزار کردیم. اما عماد عربی نازنین از این بخش در کنار ما هست. عماد جان شبت بخیر. من عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز، مهمانان بزرگوار، جناب درخشان سیلی و مهدی بازی عزیز هستم خدمتتون. من یک کوچولو بحث جام ملت‌ها رو با آقای درخشان ببندم با حاشیه به روز فوتبالی. عماد هست اینجا. آقای درخشان یک صحبتی که الان باز خیلی توی فضای فوتبالیمون مطرح هست اینه که چرا یه سری اتفاقات شاید شما نخواهید جواب بدید یا تو چارت شخصیتی شما نباشه توی سکوت مطلق خبری انجام میشه. ببینید من میگم آقای ویلموس میاد ایران، از اول اومدنش، قرارداد بستنش، همه اینا تا کمپ تیم ملی، گزارش های تیم ملی، حتی خب امیر علوی خیلی داره زحمت میکشه، اما بی یک باره همه نگاه ها میره سمت مدیر رسانه‌ای و شفاف سازی نیست. چرا ما یه خود راحت نیستیم با مردممون در قبال به قول یکی از رشته‌ای که بیشترین علاقمنده داره؟ خب مشکل ما از همینجا شروع میشه که این شفاف سازی خیلی کمه. مثل من یه مثال کوچیک بزنم که دیگه سراغ تیم ملی نریم. ما خودمون تو پرسپولیس این مشکلات رو داریم دیگه. مگه قرار نیست با یه مربی قرار دادی امضا بشه؟ مگه قرار نیست باشگاه به تعهداتش عمل کنه؟ باید اینا انجام بشه دیگه. بله. وقتی اینا انجام بشه دیگه شما نه شکایتی تو فیفا باید بری رسیدگی بشه، نه کسی دعوا داره با شما. ما میذاریم این اختلاف ها و این مشکلات به وجود میاد، شفاف سازی نمیشه که چرا پول مربی رو ندادیم، چرا وقتی داشت میرفت باهاش تصویر حساب نکردیم،
میمونه میره تو فیفا شکایت میشه. همین که نزدیک جام مسابقات جام باشگاه آسیا میرسیم میگن اگه آقا تصفیه حساب نکنی شما محروم میشید. اون موقع همه به دستپا میافتن که آقا شما چقدر میخواستی یه چیزا اضافه کنی. کمک میخوام پول اون ور جمع کن. بله. حتی رئیس جمهور خرج این کار میکنن. بله. آخه این در جایگاهی نیست که ما باید از رئیس جمهور اون برای این کار استفاده بکنیم. اونجا یه جایگاه مخصوصه برای ریاست جمهوریه که باید به کارهای مهمتر برسه. اما به دلیل اینکه ما تو مدیریت اون آدمای متخصصی نداریم و اینا صاحب سبک فوتبالی نیستن و نمیدونن قوانین فوتبال رو به این چالش ها میرسیم و این مشکلات ما رو روز به روز بیشتر میکنن. انقدر درگیر موضوع میشیم که میخوایم وارد لیگ بشیم، هنوز نه تیمون رو بسیم نه مربی مشخصه. اینا همه مشکلاتیه که به نظر من همیشه این بوده و تا فکر میکنم از این به بعد هم همینجوری درس برای ما نمیشه. اونم ضعف مدیریت. حالا چه خوب وارد بحث شدیم. اماده نازنین. آره. خب من همینجا بریم سراغ بحث پرسپولیس، یه حاشیه‌ای که خب قطعاً توی روزهای اخیر خب انتظارش هم میرفتش وقتی آقای کالرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شدش. خب قطعاً ایشون می‌خواست با سلایق خودش بازیکنایی رو مد نظر خودش داشت و تکنیک و تاکتیکی رو برای تیم طراحی می‌کنه که قطعاً یک سری بازیکن‌ها به عنوان لیست مازاد اعلام باید می‌شدش. این اتفاق افتاد. شایان مصلح و سروش رفیعی همونطور که رسانه‌ها هم اعلام کردن جزء لیست مازاد هستش. قطعاً بازیکنان دیگری هم تا آغاز لیگ اعلام خواهد شد. حالا این اتفاق در مورد سروش رفیعی و شایان مصلح افتاده. خب مصاحبه‌ای رو این دو تا بازیکن انجام دادند و به عنوان مثلا خب شایان مصلح همونطور که میدونید در اینستاگرام یک لایوی رو رفته بود و تعبیر حرف این بودش که حالا من میخوام برم ممکنه برم تیم رقیب برای هوادارا و سروش رفیعی هم که مصاحبه تند و تیزی رو علیه آقای عرب کرده بود. حالا با توجه به شما دو بزرگوار که در پرسپولیس خب سابقه حضور طولانی دارید، این حق برای آقای کالرون قائل هستیم ما، این چطور باید مدیریت بشه و آقای اصلا منطقی هستش یک همچین حاشیه های پیرامون باشگاه پرسپولیس الان؟ ببینین من میخوام اینجا ورود کنم که وقتی شما تأخیر در گرفتن مربی به وجود میاد خب مسلما زمان رو از دست میدین. اگه شما زودتر مربیتون انتخاب میکردین شاید اون مربی میومد با دید بهتر زمان بیشتر دونه دونه بازیکناش انتخاب میکرد. اما اینا در چالش این بودن که کدوم مربی رو بیارن. درست. اما آقایون دیگه ای داشتن نیرو جذب میکردن. گلایه سروش رفیعی و شایان مصلح نیرو جذب میکردن. این مقطع الان بشه که ما مدادیم نیرو جذب میکردن. بس اشتباه از جایی شروع شده. جایی که شروع شده اینه که زمان رو از دست دادن، به دنبال مربی بودن که بیان زود بذارن سر تیم و اون زمان رو که باید یه مربی زودتر انتخاب میشد و میومد با بینش بهتری با فراغ بال بهتری دونه دونه بازیکناش انتخاب میکرد و با سلیقه خودش شاید به اینجا نمیرسید. شاید سروش رو بهتر میدید، شاید سروش رو زمان بیشتری پیدا میکرد که یا مصلح رو همینطور که با نگاه بهترین دوتا رو انتخاب میکرد. حالا اومده دیده که تقریبا فشردگی نفرات تیمش رو داره در پست ها. بل از طرفی دیگه میخواد بازیکن خارجی بیاره به اون نقطه که ضعف داره تیمش به اونجا اضافه کنه، میبینه لیستش پره. مجبور میشه که از تو لیستش این بازیکن ها رو خارج بکنه. ببینین این به دلیل اینکه من این رو میخوام بگم ما زمان رو نداشتیم برای این مربی که این مربی بیاد دو زمان کافی این انتخاب رو بکنه و بدون لیست خودش رو ببنده. ضمن اینکه خب این اطلاعاتی راجع به بازیکن های داخلی نداشت که فل باغه بیاد سری بگه که آقا من اینو میخوام چون این اینجوری بازی کرده این تو تیم اینجوری بوده. امیدوارم است که لیست بازیکن خارجی که الان خبرش اومده آقای سه تا گزینه خواستم میخوام بگم که ما درس بگیریم از گذشته، اتفاقات برای پرسپولیس تکرار نشه. تکرار یا استقلال یا تیمای بزرگ ما بازیکنهای خارجی که اضافه میشن یک هزینه گزافی براشون میشه و واقعا بازی رو نمیکنن و کلی هم جریمه میگم. من اینجا یه نکته رو اضافه کنم. این اشکالات میدونین که چرا به وجود میاد؟ به دلیل اینکه نباشگاه پرسپولیس نباشگاه استقلال آدم فنی اونجا ندارن که کمک بکنن به سرمربی جدیدی که این هر سال داره تکرار میشه. متاسفانه تا کی ما باید جناب استیلی جناب درخشان این رو پیش ببریم؟ حالا همینجا که بحث باشگاه پرسپولیس رو هستیم من از آقای استیلی بپرسم، شنیدید لوگو پرسپولیس رو به مزایده گذاشتن برای 60,000 دلار؟ چه حالی شدید به عنوان یک پرسپولیس؟ اصلا به فارغ از این به عنوان یک کسی که جوونیشو بالاخره ببینید پرسپولیس الان شما مردم چرا یه آرامشی داشتن تو این 4 سال؟ چون یه مربی داشتن که ثبات تو کارش داشت. شاید رو نیم فصلی که
آقای برانکو اومد تو نیم فصل اول نتایج خیلی نتایج خوبی نبود، ولی همونجوری که حمید خان گفت تو اون زمان تقریبا تیمش رو شناخت و تو فصل نقل و انتقالات اومد بازیکنایی که احتیاج داشت تو پستایی مثلا دروازه‌بانی، دفاع وسط، فوروارد، تمام مدت حمایت تو اون زمان گرفت بازیکنای مد نظرش و بعد از اون سال هر سال قهرمان شد، حتی تو جام قهرمانی آسیا هم تا فینال رفت. جام حذفی امسال دبل کرد. تو امسال هم حذفی قهرمانی. یه مقدار مردم اعتماد داشتن. حتی بازیکنایی که تاثیرگذار بودن، بازیکنای ملی بودن، یه موقع شرایط تیمو نداشتن میذاشت کنار، مردم هم حمایت میکرد. الان یه مقدار کار آقای کالدرون خیلی سخته. خیلی سخته با اینکه مربی مربی داخلی که مربی داخلی که خیلی سخت بود اگه میومد. ولی مربی خارجی هم کارش واقعا سخته و الان تو این زمان کوتاه تو تمرین دیده. حالا من با آقای درخشان شاید سروش رفیعی رو ما دوتا خیلی دوست داشته باشیم، بگیم این بازیکن این این تکنیکو داره میتونه کمک کنه، ولی ایشون تو اون زمان کوتاه دیده و چون لیستش هم پر بوده میخواسته لیستش خالی بشه بتونه بازی کنه. واقعا آقا حمید استیلی همونجوری که اماد و آقای درخشان هم گفت کسی میتونه مثلا سروش رفیعی و اون تکنیک نابش ازش بگذره. خب حقم بدیم البته بعد ببینه تو تمرینای تو اون زمان ببینیم چه جوری کار کرده. شاید مثلا به قول معروف اگه ماه بودیم شاید میگفتیم مثلا این باشه یکی دیگه نباشه سلیقه و باید یه مقدار احترام بذاریم چون ایشون هم تازه اومده. خیلی گفتن بشار حسن اومد مهدی تو رو داره این بازیکن هم چون زمان گذشته تیما بسن، ولی الحمدلله جفتشون هم توانایی بالایی دارن و همه تیما هم میگیرن. گلایه‌شون یه ذره این بودش که تو این مقطع فصل همونطور که نکته درستی که اون دومینویی که آقای درخشان اشاره کرد دیر انتخاب شدن سرمربی. حالا من یه نکته رو میگم، لوگوی پرسپولیس که من به شما گفتم بله. چون واقعا تنگنای مالی سر جاش، اما یادمون نره داریم راجع به یک اسم بزرگ صحبت میکنیم، راجع به میلیون ها هوادار و لوگو نماد یک باشگاه هستش. اماد من یه تاریخی یک بخش ویژه یکی از شبکه‌های رادیویی هست خیلی جالب بررسی میکنه این لوگو، داستان لوگو آقای درخشان استیلی اینقدر جالبه. ما حالا یه لوگو رو نگاه می‌کنیم، بیا نما نگاه می‌کنیم، لباس پیراهن مثلا اینتر یوونتوس یک تاریخی دارن با یه قدمتی رو بیت به بیتش، یعنی خونه به خونش فکر میشه که من اگه یه ستاره گذاشتم یا عکس حیوونی گذاشتم یا عکس نماد گذاشتم. ولی جامعه از طرف آقای وایزی من خبر واقعا جریه دار چه من به شما بگم که 50 سال ممکنه پیرنای تیم‌ها تونتون عوض بشن ولی هیچ‌وقت لوگو عوض نمی‌شه. یعنی این لوگو اعتبار یه باشگاه. شما خودتون شوکه نشدید دارید درخش همه چیه باورتون اصلا باور نمی‌کردم. می‌خوام به شما بگم گرون‌ترین نباشه، ولی اصلا فقط آخه این کارو که کردن سازمان ورزش همه کاره پرسپولیس و استقلال سازمان آره ورزشه. خب اینا نمیتونن بدون اجازه ثبت خصوصی دارن دیگه، نمیتونن نمیتونن بدون اجازه سازمان ورزش. ولی حتی مطرح شدنش هم واقعا شما ابتر مون خواهش اینو عرض میکردم خدمت شما این انقدر اعتبار داره، این انقدر اعتبار داره که به نظر من اصلا نمیتونی راجع بهش صحبت کنی. زنده یاد امیر شیرزادگان، زنده یاد ایرج سلیمانی، سفر ایران با هماین بهزادی، هماین بهزادی خیلی مهراب شارخی، علی پروین بزرگی ان که این لوگو واقعا خوشبانش این افراد. الان این بازیکن ها بدونن جانشین کیا شدن. خود حمید خان درخشان جزء واقعا بزرگای پرسپولیس 13 سال بازیکن آقای پروین آقای پروین قهرمانی هایی که آقای پروین داره، کسی آقای کلانی فرشاد، همشون واقعا بازیکن های بزرگی. حتی الان آقای کریم باقری بازیکن بزرگی برای پرسپولیس رو نیمکت خیلی میتونه کمک کنه به آقای کالدرون که تازه اومده و مشورت‌های کریم قطعا میتونه بشه. توی خبرها از باشگاه پرسپولیس اگر موافق هستید نکته ای راجع باشه بریم سراغ اتفاقات استقلال. من معتقدم که باشگاه پرسپولیس استقلال الان جزء پولدارترین باشگاه‌های ما هستن. چرا؟ توی این چند ساله شما برید بپرسید به این درآمد این باشگاه چقدر بوده تو طول چرا همه خود حمید خان درخشان من این نکته رو بگم جان حمید خان درخشان من میدونم همین الان باشگاه پرسپولیس بهشون بده کار درست آره ببینید من درست پول شما رو ببینید ببینید خزینه‌ای که بشه ببینید زیار افشایی حمید درخشان آقا مهدی ببین من سال پیشم گفتم اینا 2 میلیون دلار از باشگاه آسیا گیرشون اومد. این 2 میلیون دلار رو خیلی خوب میتونستن تو زیر ساختا برن. شما متوجه شدید کجا رفت؟
حالا من نمیدونم ترین باشگاه‌های ما همین دو باشگاه هستن که زیر ساختشو تیم‌های پایه‌ای پرسپولیس من بارها اومدم گفتم و ما بیایم یک دفعه بگیم بیایم از تیم‌های پایه‌ایمون بازی کنیم. به خدای زمان اینجوری مربیای پایه‌ایمون مشتاق جباری نسل قبل کورش تایید پیش خبرای خیلی بدی از آکادمی استقلال اینجا حنیف عمرانزاده و آرش مرخانی بودن. چرا دور میرم من بپرسین بفرمایید واقعا زیر ساخت باشگاه پرسپولیس نگاه کنیم ببینین در سال ما چند تا بازیکن از بیرون می‌خریم چند تا از داخل جذب می‌کنیم خودش درآمدزایی و سرمایه باشه بریم ببینیم کجا تمرین می‌کنه بریم ببینیم خیلی از مربیان پایه‌ای داریم ما چرا تعطیلش کنیم آقا وقتی اینجوری می‌خواد ادامه بده به نظرم نباشه بهتره و چرا باید اینجوری باشه درست میگه آقای سیلم آقای درشم $2 میلیون گرفتیم باش میشد چند تا آکادمی را انداخت میتونیم چند تا زمین حداقل یه زمین آفرین. فوتبال برای خودمون داشته الان یک الان چهار تا رده یه مهدوی یک به حال آکادمی فوتبالی داره که به خدا الان ادعا کرده اگر این مدیریت بشه خسته شدیم به قرآن تو این چند سال انقدر گفتیم والا اون زمانی که من خودم سرمربی تیم بودم بعد اومدم مدیر آکادمی شدم گفتم پول یه بازیکن شما میخواید مثلا 24 تا بازیکن یه بازیکن و یه بازیکن که حتی بازی هم نمیکنه رو نیمکت پولشو بدید به آکادمی یکیش علیرضا بهرانوند حالا تو پرسپولیس مثلا دارن بحثا پرسپولیسه که مشخص نشد $2 میلیون میخواستنش این $2 میلیون اینجا چجوری تعمیر شد دادیم با احترام به علیرضا بهرانوند ما میخوام بگم حالا اتفاقات این چنینی من یه خواهش دارم یه روز دوربینتون رو بفرستین زمینی که تیمای پایه تمرین میکنه آقا اشاره کردین آقا حمید خان درخشان اشاره کردین به دوربین برنامه ما هفته قبل اماد درستی اشاره کرد یه بحث خیلی حاشیه‌ای داشتیم الان گزارش آکادمی استقلال آماده است بریم گزارش رو ببینیم یک بخش یک برش کوتاه از اون چه که داره اتفاق میفته حسین آقای صد اونجا اصلا زحمت زیاد میکشه برای تیم پایه ببینیم گزارش در خدمت شما هستیم آکادمی برای ما صحبت کن. خب عرض ادب احترام دارم خدمت شما و سایر همکاران عزیز. خب الحمدلله امسال وضعیت آکادمی با حضور آقای مؤمنی و حمایتایی که باشگاه و جناب آقای فتی انجام دادن ما کارو شروع کردیم. تنها شرایط انتخاب ما اون بحث فنیشون است. ما ملاک انتخاب بچه‌ها تو اینجا اون بحث فنیشون است. حالا یه صحبتایی میشه که بازیکن‌های سفارشی میان یا نه. اینجوری نیست. خب دوستان بازیکن‌های به ما معرفی می‌کنن بالاخره از همه جا میان. ولی این نیست که ما رو سفارش بازیکن بگیریم. ما فقط از نظر فنی از نظر تکنیک از نظر استعداد اون نفرات خوب شناسایی میکنیم و انشالله تو آکادمی براشون برنامه داریم برای آینده باشگاه کسایی که میان تو فوتبال پایه باید متخصصین فوتبال پایه باشن من یه صحبتایی میشنوم که نه این مربی من 20 ساله دارم فوتبال پایه کار میکنم 7 سال 8 سال تو باشگاه استقلال بودم من اعتقادم بر اینه اگه بچه‌ای که واقعا نخبه هستن مربیایی که دارای رزومه سابقه هستن بیاین تو این شرایط تو آکادمی ها کار کنن نتیجه خوبی خواهد گرفت بحث مالی هم که خب الحمدلله هیچ وقت به مربیای پایه بها داده نشده اونجوری که باید شاید دستمزدا و قراردادهایی که با مربیای پایه میبندن زیاد مناسب نیست و آنچنان رضایت بخش نیست کلن استقلال پرسپولیس تیمای جزو تیمای پایه که خیلی دردسر دارن متاسفانه حاشیه دور و برشون زیاده ولی خدا رو شکر ما غلبه کردیم با تدابیری که مدیریت آکادمی اندیشیده و سرمربی خوبی که داریم این حاشیه ها رو خوشبخته تا الان غلبه کردیم و داریم کار میکنیم فرزندتون رو که آوردین آکادمی صحبتی در مورد پول با شما نشده درخواست پول نکردن اصلا به هیچ وجه من میگم خودم هر روز هر زمانی که پسرم اینجا بود اینجا بودم هیچ صحبتی در رابطه با از اینکه کسی بخواد پولی کاری انجام بشه یا سفارشی اتفاق بیفته ما ندیدیم این چند سالی که پسرتون آکادمی بوده شده کسی بیاد پیشنهاد مالی بده بگه من میبرمش تیمای بزرگ اصلا شما رو انتخاب کردن یا اینجا تست دادی نه ما رو یه چند نفر میشناختن که طی صحبت هایی که داشتیم و چون که منم جای دیگه هم خواستم برم دیدم وضعیت اینجا امسال بهتره چون که آکادمی استقلال خیلی فرق کرد شما قبلا پرسپولیس بودی وضعیت آکادمیشون به چه صورت بود چقدر اینجا ما اونجا فرق داره امکانات اینجا بهتره اونجا امکانات نداشت ولی وضعیت خوبی بود ولی اینجا وضعیتش هم بهتره و امکانات بیشتری داره تو این چند ساله که حالا رده‌های پایه هستی و کار می‌کنی چه قبلش که پرسپولیس بودی چه الان اینجا شده کسی بیاد پیشنهاد مالی بهت بده بگه پول بده و من تیمای ببرمت مثلا رده‌های بالاتر یا تیمای دیگه بازی کنی نه تو پرسپولیس استقلال این چیزا زیاد نبوده
تو این چند ساله که آکادمی بودی از مربیای ردای پایه یا مربیای ملی، مربیای باشگاهی، مربیای سطح بالاتر خود استقلال می اومدن اینجا برای انتخاب بازیکن، دیدن بازیکن‌ها؟ برای دیدن بازیکن‌ها نه، کسی نمی اومد. بعد تو این زمینه هیچ وقت تو این چند ساله شده کسی بیاد بگه آقا پول بدی میبرنت فلان جا بازیکن؟ نه نه، هیچ کس نمیاد بگه پول بده. حتی وقتی که تو آکادمی هستی؟ من اونجا سه ماه آره، باز از طریق تست وارد تیم شدم، تست دادم، انتخاب شدم. شهریه پولی چیزی هم از شما گرفتن؟ هیچ پولی نمیدیم، بعد زمینا خوراکی تغذیه اینا برام تعیین میکنن از طریق خود کاد. امکانات خیلی عالیه. خدا رو شکر الحمدلله مشکل باشگاه استقلال حل شد، پروپویت پروندهش مختومه شدش، استقلال محل پولی که باید میداد رو از فیفا تامین کردش. نکته خیلی جالبی که داشت آقای تاج مصاحبه کردن، گفتن ما 22 تا نامه از تابستون پیش از یک مدت خیلی زیادی زدیم به فیفا، پولای بلوکه شده مون خواستیم، مبلغی که چیزی حدود 9 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار این مبلغ ارزش پول ما هستش که اونجا هستش. استقلال تونستش این کار رو انجام بده و پشتبند اون باشگاه پدیده هم ظاهراً یک مقداری تونست از این درآمدا رو کسب بکنه، ولی فدراسیون نتونست. فدراسیون هنوز نتونسته و این یک چالش واقعا بزرگ هستش. واقعا استقلال حالا بیاد فرمولشو بگه به باشگاه، به تیم ملی بگه، به فدراسیون فوتبال ما بگه، ببینه چه جوری بوده. شما خبر رو شنیدید؟ جالبه. بله، من امروز صحبتای چیزو آقای فتی که داشت با شبکه ورزش مردم صحبت می‌کرد، داشت توضیح میداد که ما تونستیم این پول رو اونجا بگیریم و این پول رو به مشکل اگه تحریمیم، اگه بلوکه شده، چطور استقلال میتونه؟ مثلا پدیده میتونه؟ باید ببینه چجوری، واقعا تیم ملی نمیتونه. چون من با آقای تاج هم که صحبت میکردم، چون ما هم خب تو سفرامون و اینا، بله، ولی واقعا نگر داشتن نمیذارن بیاد. خیلی راه ها رفتن، حتی بانک مرکزی استلام گرفتن که بگیرن. خب یه موقع گفتم بیاید ما با ارز دولتی بهتون میدیم. آقا من پیشنهاد دادم خیلی... آقای تاج 10% شد بچه های استقلال پرسپولیس، استقلال پدیده 10% حق بگیرن. آره حقشو بگیرن، 10% هم کلی پول. ولی دارن تلاش میکنن بیارن، چون واقعا خب ما هم فدراسیون فوتبال هم با مشکل مواجه. ما اردوی قبلی پنج رده تیمای تیما تو اردو بودن، اینا ببینید پول هتل میخوان، پول تعمیر، بله انصافا زمین خیلی زیاده، مشکلات پیرامون باشگاه استقلال تعیین های خود تیم ملی نیاز به بازی تدارکاتی خوب داره، با تیمای بزرگ باید بازی کنه. برای آره خدایش از اینکه دست سوالشون بس است، آره شکی نیست، امیدوارم ان سیما هم بتونه پول فوتبال پخشو بده، همه کار درست. دقیقاً این باشگاه استقلال و پرسپولیس خوب میتونم تیم ملی تیکر انداخت میخوان استقلال حق پخشو بالاخره گفتن. آقا دست صدا سیما ان شاء الله مجلسیامون بعد دست آقا مجلسی اگه میخواستن کار کنن که الان نظام باشگاه داری 10 سال داره اونجا خاک میخوره. با همه به دوستان فراکسیون بارم اومدم، ولی واقعا نزدیک انتخابات میشه، استقلال پرسپولیس خصوصیش میاد نزدیک انتخابات میشه. الان دوم اسفند انتخابات مجلس داریم، همه نماینده رو در تکو. آقا چرا حق تراکتور خودشه، چرا حق پرسپولیس خودشه، ولی تهش ما میدونیم شما. ان شاء الله که استراماچونی رو من میخواستم از آقای فرصت استفاده کنم. آقای درخشان، آقای سیل، استراماچونی رو چطور مربی میبینید با توجه به اینکه خب مربی هستش که جوان هستش و وقتی که اومده شروع کردن استقلال، ظاهرا روند خوبی هم باشگاه استقلال داره با حل شدن پرونده پروپویش و اضافه شدن اختیابات نوید روزای خوب برای استقلال میره. امیدوار هستیم ان شاء الله که همینطور که شما میفرمایید، ولی من فکر میکنم که تماشاچی تیم استقلال بدونن که یه مربی جدیدی اومده و از همه مهمتر اینه که تیم استقلال به طور کلی عوض شده. ببینید این یه نقطه بسیار مهمه. تیم مثبت آقای درخشان، ببین مثبت نبر فصل اول، یعنی برای امسال نمیتونه، یعنی تماشاگر استقلال باید صبوری کنن، صبوری کنن. مسیری که پرسپولیس 4 سال پیش داشت، آفرین، این اتفاق برای تیم‌های بزرگ هم همینطوره. اگه یهو شما تیم بارسلونا رو تمام موراش عوض کنین، شما نمیتونین یه مربی در 4 تا بازی یا 4 هفته همه چی رو اوکی بکنین. اصلا اینجوری نیست. برای اینکه شما 11 تا بازیکن با تفکرات جدید و 11 تا بازیکن با تفکرات متفاوت با کنار هم بازی کنن، تا این چالش بیاد، خواسته‌های مربی رو بخوان اجابت کنن، بررسی کنن، انجام بدن، شما هفته ها رو دست میدی. پس اگر هفته های اول نتیجه نگرفتی، نه به عنوان که مربی تو مربی خوبی نیست،
فقط زمان باید بهش بدین که این تفکر القا بشه، صبر و حوصله میکنین، القا بشه به تیمشون آروم شکل بگیره. مهمتر اینه که لیست خود استراماچونی، مثل همه صحبتایی که کردیم برای پرسپولیس، لیست نهایی هم الان استراماچونی فرصت نداشت که بگه من فلان بازی کنم میخوام کاملا که برای استقلال یک نقطه تاریکه برای دیر انتخاب شدن استقلال که باید یه خود صبوری کنن. و اصلا مهمتر ببینین تیم‌های مثل استقلال، پرسپولیس، حیات این رو ندارن که خیلی جوون بشن، چون وقتی خیلی جوون بشن زمان بره و اون تماشاچی تحمل نمیکنه این مرز چیز رو. آفرین. اینه که این تیم کاملا جوون شده. اصلا یه سری بازیکنان اومدن که اسمشون رو من برای اولین بار دارم میشنوم توی استقلال، و این فقط زمان بره و این تو این زمان یه خورده حوصله کنن که بتونه که مربی کار خوش انجام بده. بسیار عالی. خب من خیلی تشکر میکنم از اینکه از تو ما مثل همیشه ممنون بود، دانش والد که خیلی ممنون. من فقط یک نکته ای رو بگم خدمت بینندگان عزیز ورزش از نگاه دو، ما دو سه هفته هستش که پیرامون باشگاه استقلال و پرسپولیس داریم حواشی فوتبال رو میریم، قطعا تا شروع لیگ و در طول لیگ تیم‌های دیگه، تیم‌های بسیار بسیار خوبی که لیگ برتر ما داره در دو سال اخیر، تیم‌هایی که تنور لیگو داغ میکنن، وضعیت خوبی هم دارن. با شاهین بوشهر اومدیم لیگ برتر، دو تا تیم خوب و پرطرفدار. سعی میکنیم که حواشی رو پوشش بدیم و دعوت میکنیم از نمایندگان باشگاه های کشورمون، از تمام باشگاه و تمام اخبار دائمی، تمام اخبار لیگ رو پوشش میدیم. تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. حمید استیلی و حمید درخشان، از شما هر دو عزیز ممنونم. مثل همیشه شما که لذت بردیم و به دانششون هم اضافه شدیم. مرسی. اما جان از شما ممنون. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. اما اگر سلامت باشید، اگر موافق باشید بریم ببینیم یک بخش گزارشی آماده است. دو سه روز قبل، دو روز قبل دقیق‌ترش، ساعت 10:30 با یک ساعت تأخیر یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات فدراسیون ما انجام شد. فدراسیون کشتی که 9 ماه رئیس خودش رو نداشت و نشناخته بود، در فاصله 12-13 ماه مونده به المپیک، آوردگاه المپیک رشته اول ما کشتی درش حضور داره، انتخاباتش برگزار شد و علیرضا دبیر قهرمان المپیک سیدنی بر تارک ریاست فدراسیون کشتی نشست. این گزارش رو ببینیم، بعدش با ارتباط تلفنی کلی با هم صحبت خواهیم کرد. نه دیگه، آخه تابلو با تابلو بگی معلوم نیست. علیرضا انتخاب شد رو به هره خواهد نصیرزاده، عبدالمهدی نصیرزاده، آقای دکتر علیرضا دبیر با 31 رای برای 4 سال هستی به عنوان رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از طرف و از همه دوستان ممنونم و اونکه دوستان ما نگیمدیم اینجا، من نگیمدیم اینجا بکنیم تصویر اصلاح بکنم، اصلا فوق العاده با حس مخالف کنم. آقای نصیرزاده، روند انتخاب چطور بود؟ خوب بود، چی بگم والا، خیلی بد بود واقعا. ما تا دقیقه آخر نمی‌دونستیم که رقیب ما کی هست، چه قرار است اتفاق بیفته. از موقعی که ثبت نام کردیم تا موقعی که برگزار شد زمان زیادی گذشت. واقعا یعنی برگزاری انتخابات به نظرم چقدر سخته. اینکه دقیقه 90 کاندیدای تایید صلاحیت میشه، نمی‌دونم واقعا، مثلا آقای وایزی نمی‌دونم چی بگم والا. ان شاءالله که هرچه خیره، هدف ما همه خدمت به کشتی است. ان شاءالله که خیر و صلاح کشتی در این بوده. ببین، اینکه دقیقه 90 تایید صلاحیت شدین، آیا در ارامه برنامه تو بنده حال برنامه‌ای که تو ذهنتون داشتین برای کاندیداتوری ریاست تاثیر داشت یا خیر؟ میگن خدا هر کی رو یه جور آزمایش میکنه.
خدا هر کی رج آزمایش کنه، هر کی بچه میگیره، به یکی پول نمیده، به یکی پول میده. الحمدلله منم هم فکر میکنم که همیشه با آبروم آزمایش شدم و اینم آزمایش الهیه و راضی ام به رضاش. هر جوری خودش دوست داره آزمایش میکنه، ان شاءالله تو این آزمایشا سربلند بیرون بیایم. بله واقعا 25 روز وقت منو گرفت و من فکر میکنم که 14 ساعت وقت داشتم که بتونم این کارو بکنم. ان شاءالله که بتونیم واقعا خدمت کنیم. اینجا محلی نیست که آدم بخواد خودشون نشون بده، ان شاءالله که اینطور نباشه و ان شاءالله خدا کمک کنه که بتونیم پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو باز بالا ببریم، یعنی کلیه رده های سنی از رده نونهالان بگیرین تا بزرگسالان، چه آزاد چه فرنگی. و من خواهشی که دارم از همه، اول از وزارت محترم ورزش، کمیته ملی المپیک، مدیران کل و دستگاه های اجرایی کشور، کشتی رو فرزند خودشون بدونن. بالاخره این کشتی ورزش ملی ماست، هیچ تعارف هم با هم نداریم. کار باید تیمی باشه، این اعتقاد و باور منه. انشالله کار تیمی باشه، آدم بتونه از همه ظرفیت‌ها استفاده بکنه. کار سختی داریم چون آسیب شناسی که کردیم اوضاع کشتی اوضاع خوبی نیست. آقای عزیزی، نتیجه انتخابات مشخص شد، حال یکی از اهالی کشتی اومد، نظرتون چیه به عنوان رئیس هیئت کشتی تهران؟ من قبل از اینکه تشکر بکنم از اصحاب رسانه که پوشش خاصی دادن و تبریک میگم به جامعه کشتی، بعد از 8 9 ماه بلا تکلیفی امروز تصمیمات سرنوشت‌سازی گرفتن و تبریک میگم با آقای دبیر، ان شاءالله بتونه با برنامه خاصی که تو مجمع ارائه داد باعث شد که اکثریت آرا رو بیاره، کشتی بر روال قبلی خودش برگرده. انتخابی شد، انتخاباتی برگزار شد و در حالی که از اهالی کشتی ریاست کشتی رو به عهده گرفت، نظر شما چیه؟ خب من فکر کنم واقعا کشتی در این دقایق آخر شانس آورد، چون سه تا از قهرمانان بزرگ ما هنوز تاییدشون مشخص نبود تا یک و دو روز آخر. و من به نظر من کشتی هیچ وقت تنها نمیمونه، الحمدلله یک کسی مثل علیرضا دبیر پیدا میشه، جوان، قهرمان و پرتوان، میتونه انشالله کمک حال کشتی باشه. در خلال پخش این گزارش داشتیم صحبت میکنیم راجع به این آخرین دوست عزیزی که باش مصاحبه گرفتیم در حاشیه انتخابات داغ کشتی، محمد حسین محبی، کاپیتان محمد حسین محبی و برادرش محمد حسین محبی که دهه 80 میلادی کولاک بودن، انصافا جزو بهترینا بودن. و یادمه یک بار در اعتراض به حقش که بهش ندادن توی بوداپست مجارستان روی سکو نرفت و مدالشو برگردن ننداخت. اینها بودن در تاریخ کشتی ما. اما برای اینکه ببینیم انتقاد ورزش اول کشورمون کشتی چه حاشیه‌ای داشته، با یکی از نویسنده‌ها و کارشناسان مجرب و با دانش کشتیمون در ارتباط هستیم، یکی از کسایی که سالیان سال من حداقل در بخش کشتی افتخار شاگردیشون رو داشتم و بسیاری از سفرها با هم بودیم و کلی ازش یاد گرفتم. آقای سعید خان میرزا شفیع، سلام، شب شما بخیر باشه. ازتون عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در ارتباط تلفنی با شما به وجود اومد. خدمت نیستن؟ خب حالا تا آقای سعید میرزا شفیع ارتباطشون با ما برقرار میشه، من یه نکته خدمتتون عرض کنم که انتخابات فدراسیون کشتی یک حسنی داشت. حالا فرایند ایباشو نگاه نکنیم، اینکه الان کشتی کشورمون که 68% مدالای تاریخ المپیک رو برای ما از 1948 لندن تا به امروز به ارمغان آورده سهم کشتی بوده. الان علیرضا دبیر جا در پای بزرگانی مثل محمد خادم، مثل امیر خادم، مثل محمدرضا طالاقانی، مثل آقای سیروسپور، مثل خیلی های دیگه گذاشته و این اتفاق کمی نیست که الان رئیس داره. اما سلام و درود بفرستم به آقا سعید میرزا شفیع، استاد خودم و کسی که سالیان سال ازش در بحث کشتی کلی یاد گرفتم و یه عذرخواهی بابت اینکه یکم در حال ساعتی که با هم هماهنگ کرده بودیم فاصله وجود اومد. بنده هم خدمت شما دوست همکار گرامی آقای واعظی عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. شاید هم بامداد روز شنبه رو خدمت شما عرض ادب و احترام میکنم. خوشحالم که در خدمت هستم. زنده باشی. ما بیشتر آقا سعید. خواهش میکنم. زنده باشی آقا سعید. شما سالیان ساله دارید مینویسید، گزارش کشتی در حال کشتی گزارش میکنید و اعتقاد خیلی خوبیه در کنار کشتی. دانشتون، نقدایی که به فدراسیونای وقت داشتین، زمان زندیات حجت الله خطیب و و و رؤسای قبلی، رسول خادم و کسایی که بودن، امیر خادم، طالاقانی، من کلی از شما یاد گرفتم و شنیدم و دیدم. سوال من اینه، شما در مجمع انتخاباتی روز چهارشنبه بودید، من هم بودم، خیلی از اصحاب رسانه هم بودن، بزرگان کشتی هم بودن، فکر میکنید که اون شاکله درست برگزاری یک انتخابات اصولی و غیر مهندسی شده، حالا تعبیر شاید تعبیر درست، اتفاق افتاده یا خیر؟ بسیار ممنونم از شما، نکته خوبی رو اشاره کردید. من به عنوان یه عضو کوچیک از خانواده رسانه که حدود 44 سال فعالیت
فعالیت داره و بیش از 25 رئیس فدراسیون کشتی رو در طی مدت به هر حال این افتخار رو داشتم به عنوان کشتی نویس، گزارشگر یا کارشناس در خدمتشون بودم، تجربه کردم. آقای واعظی عزیز، واقعا من به کل این انتخابات، نه فقط انتخابات کشتی، انتخاباتی که از اوایل سال 70 در زمان ریاست آقای هاشمی طبا و معاونت مهندس فارغی که به اعتقاد من یکی از بهترین دورانای مدیریت ورزشی در زمان همین آقای مهندس هاشمی طبا و مهندس فارغی رقم خود در ورزش، این دموکراسی در انتخابات فدراسیون کشتی از اون موقع شکل گرفت. اما من به عنوان یک کشتی نویس، یه ورزشی نویس، انتقاد داشتم به این نحوه انتخابات از نظر شکلی و چیدمان، که واقعا نفرات خود وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی چیدمان میکرد و در نهایت رئیس فدراسیون انتخاب کرد، نه در کشتی، در همه رشته‌ها. خب شما اعتقاد دارید، اعتقاد دارید انتخابات چهارشنبه فارغ از این جریانی که شما میگین قبلا بوده، یعنی الان نه، این روال ادامه داشته، یعنی میخوام بگم فقط به پیروز ربطی نداره. من این عرضم هستش که اعتقاد من اینه که چه خوب هستش که ما اگر میخوایم با رأی مجمع انتخاب بکنیم، نفراتم فقط تحت تاثیر یک ارگانی قرار نگیره، انتخاب نفرات و چیدمان. من اون موقع در مقاله نوشتم واقعا به این شکل انتخابات واقعا به ثواب نزدیک نیست، چه خوبه که ما انتصاب کنیم، اعتبارش بیشتر است بخوام. آقا سعید میرزا شفیع، آقا سعید میرزا شفیع، خیلی ازت ممنونم که با صحت کلام و رک بودن و شفافگویی خدشه وارد نمی‌کنی به اون پیشینه پرطمطراق رسانه‌ای. میخوام بحث رو ادامه بدم در این راستا. صحبت من اینه، اگر قرار صلاحیت کسی یا کسانی تایید بشه، با احترام به علیرضا دبیر، علیرضا دبیر از دوستان قدیمی منه، حداقل من وقتی کارم رو در رسانه شروع کردم شاید 19 20 سال پیش، علیرضا دبیر در اوج قهرمانی بود و یک جوانی بود که میخواست وارد رقابت‌های جهانی بزرگ بشه، مثل کراسنویراس که روسیه و جایگزین خوبی بود برای محمد طلایی که قطعا شما یادتونه. صحبت من بر اینه، چرا امیر خادم تایید نمیشه، چرا عباس جدیدی تایید نمیشه، اما یک روز قبل از انتخابات به یک بار علیرضا دبیر که واقعا یکی از بهترینای کشتی بوده صلاحیتش تایید میشه؟ بسیار ممنونم. اگر اجازه بدید و وقت باشه، من در چند دقیقه تمام مسائل و احتمالاً سوالاتی که در ذهن شما هست رو سعی میکنم پاسخ بدم. در ابتدا از اینکه کشتی پس از 9 ماه بلا تکلیفی و روزمرگی صاحب رئیس 4 ساله شده، بسیار خوشحالم. خب اتفاق خوشایندی رقم خورد، به فرد برنده انتخابات علیرضا دبیر هم من تبریک میگم. بله ما هم از سعیده. اما این انتخابات فرسایشی با ایرادتی هم همراه بود. پروسه انتخابات کشتی خیلی طولانی، پرتنش و حاشیه ساز بود. متاسفانه در این رهگذر به حرمت و حیثیت بعضی از نامداران و افتخارآفرینان کشتی که به عنوان نامزد انتخاباتی جسارت شد، نام کرده بودن، واقعا اهانت و جسارت شد و از این بابت واقعا همه اهالی کشتی دلازرده شدن. به اعتقاد من اگه همه بزرگان از امیر و رسول خادم گرفته تا عباس جدیدی، علیرضا حیدری، علیرضا دبیر، مجید خدایی، همه که قابل احترام و از چهره‌های ارزشمند ورزش ما به شمار میان، اما واقعا تعجب آوره که این سرمایه ورزشی ما به رغم این که هر کدام پس از طی دوران قهرمانی در عرصه‌های اجتماعی سیاسی به پست و مقام‌های بالایی هم رسیدن، چگونه با وجود تایید صلاحیت اونا در مقام در نهادهای دولتی، اما در آستانه واقعا تعجب داره که در آستانه انتخابات کشتی چند نفر از اونا حق حضور در آقا سعید میرزا شفیع، بابا امیر خادم که دیگه مال خود وزارت ارزش بود، معاونت حقوقی تا 3 ماه پیش معاون وزیر بوده، مگه میشه؟ آره این عجیبه. و عبور استانا بود. من میگم چه اتفاقی افتاد که باید 3 نفر بزرگان کشتی ما کنار بیان و در فاصله 48 ساعت چطور شد مثلا از اون 3 نفر، حالا بر من فرقی نمیکنه. من گفتم، نه واقعا گفتم، منم گفتم آقا سعید، احترام به همه، ولی خب این اتفاق ویژه، یعنی ما میگیم کسی شکی نداره که شایستگیش علیرضا دبیر داره، واقعا گفتم از دوستان همراهان قهرمان المپیک گوش شکسته، ولی درسته این برنامه، این نحوه و روندی که طی شد برای انتخابات واقعا باعث آزردگی. آقای میرزا شفیع تو بخشی از علیرضا حیدری اصلا
وسط راه نیمه کاره به خاطر رفت کنار تو فضای مجازی انقدر تو فضای مجازی زد و خورد شد، حتی تو این گزارش هم داشتیم صحبت آقای عبدالمهدی نصیرزاده که گفت آقا کاش انتخابات شرایط سالمتری به خودش میگرفت. خیلی کار سختی نیست به خدا، یک اتفاق ویژه میفته. ولی عزیز من یه پیشنهاد دارم، من میگم اگر واقعا وزارت ورزش نظر رو یک شخص خاصی داره، حالا هر کسی هست، اصلا انتخابات به نظر من لوس میشه. آقا میگیم آقای میرزا شفیعی، خب یه آدم قابلیت دار انتصاب کنه. آقای میرزا شفیعی بگیم آقا اصلا انتخابات برگزار نکنید، به خدا مشکل نیست. بگیم آقا علیرضا دبیر، امیر خادم، عباس جدیدی، وزارت تشخیص داده این یا فرد دیگه رئیس بشه، اصلا همه هم میپذیرن، باور کنید. دقیقاً بر اساس قابلیت ها پیشینه، آره بگیم آره، توانایی های آدم ها انتخاب میکنه. حالا من یه نکته دیگه رو بگم راجع به مجمع انتخاباتی، وقت شما رو میگیرم. به حال در این دیر وقت ما که همه صحبت های شما رو درباره موتای ووشو و فوتبال و خدایش موتای حقش خورده شد آقا شفیع. بله، ولی کشتی به حال جایگاه، بله جایگاه دیگه ورزش ملی هست، ورزش اول ما هست، اما ما تا صبح هم بود می‌نشستیم تو از حق کشتی دفاع کنیم. متشکرم، من در خدمتتون هستم. اما یه نکته رو کلیدی عرض بکنم، ببینید از نظر شکلی و از لحاظ چیدمانی من اعتقاد دارم که این مجمع انتخاباتی واقعا اشکال داره. ببینید حدود 32 رأی تعلق به رؤسای هیئت‌های کشتی و استاناست. من معتقدم کسانی به عنوان رؤسای هیئت‌های کشتی میتونن در مجمع حاضر و رأی بدن که در چرخه سازندگی پرورش استعدادهای کشتی نقش فعال و تاثیرگذاری داشته باشن. واقعا این انصاف نیست. استانهایی مانند یزد، کرمان، بوشهر، ایلام، سیستان و بلوچستان، بله، آذربایجان غربی، کیش، البته آقای دبیر خودتون هم بودید، قول داد که پای کار باشه و حتی بر اصلا گفت یه روزم تو فدراسیون نمیمونم، یه پنجشنبه جمعه رو فقط تو فدراسیون میمونم، روزهای دیگر ببخشید شنبه تا چهارشنبه میمونم، روزهای دیگر رو میرم برای شهرستانا و اتفاق خوبی اگه انشالله شکل بگیره. بله، من عرضم این بود که این استانا واقعا در چرخه کشی تأثیری نداره و این بی‌انصافی است که بله، استانایی مثل سمنان و یزد و کرمان که قابل احترام هستند در انتخابات مثل مازندران، تهران، کرمانشاه، خراسان به یک اندازه رأی داشته باشه. درسته، حق با شماست. این واقعا از نظر شکلی و انتخاب کسایی که رأی میخوان بدن، من به نظر من باید کاملا درست بکنم، نه در کشتی، در سایر رشتام بر اساس استانای برتر هر رشته نیازی نیست 32 تا استان باشن. در مثلا رشته تکواندو شاید 15 تا رشته فعال نباشن، چرا 32 تا بی خودی؟ وقت رأیایی که ببینید یه نکته خیلی مهمه، حالا وقت شما کمه میخوام بگم، کسایی که رأیاشون زیاد شناخت ندارن در ورزش مثلا تو کشتی، احتمال این وجود داره که تحت تاثیر مسائل جانبی قرار بگیرن، تشکلات ائتلافی به خصوص بعد از رأیایی که شب انتخابات به اونا میدن رأی اونا تغییر پیدا بکنه، بر اساس شناخت و دلسوزی صورت نگیره. اینا اختلالاتی هستش که خیلی من مسائل زیادی هست، ولی نمیخوام وقت شما رو بگیرم در یک فرصت مختلف. ان شاء الله حتما. یه نکته آخر، در فاصله 57 روز مسابقات جهانی در ما به المپیک واقعا یه ایراد اساسی وجود داره. ما الان 4 سال دیگه آقای بایزی بازم در آستانه المپیک با رئیس جدید رو انتخاب بکنیم، بیان زمان رو تغییر بدن، یه خوده این دوره رو بکنیم 5 سال. میگم این دوره رو بکنیم 5 سال. واقعا اینو من خواستم تو اون جلسه با آقای داورزنی بسیار پیشنهاد بدم. به هر صورت من خیلی حرفای ناگفتمون که ایشالا حتما هفته های آینده باز در کنار شما خواهیم بود و از اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد. مرسی آقای سعید خان میرزا شفیعی، شب شما بخیر. اما این چهره امیر محمد رضاییه، کشتیگیر مازندرانی ما که کشتیگیر فرنگی کار از سومی آسیا رو داره و در اردوی تیم ملی هم بود، 2 هفته قبل در جریان تمرینات کمر به کمر شد، توی سالن توی آمل آسیب دید و از ناحیه نخا آسیب دید و در حال این چهره که یکی از افتخارات ورزش اون میتونست باشه الان شرایط سختی رو داره دنبال میکنه. اما یک اتفاق ویژه میفته، ما همیشه انتقاد میکنیم از ساختار کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش یا فدراسیون‌های مختلف، اما اینجا باید بگیم آقای سلطانی فر دستش درد نکنه، مثل همیشه اومد کنار کار و پای کار قرار گرفت و حمایت کرد، دستور داد به آقای غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون ورزش پزشکی که حمایت کنن و تا آخرین قران از هزینه امیر محمد رضایی نازنین رو تقبل کردن. این اتفاق خوبیه که سایر ورزشکاران تو سمه رشته ها میان نگاه میکنن، اگر یک موقعی اومدن دارن ورزش حرفه‌ای دنبال میکنن، خدای نکرده به این اتفاقات و به این بلاها دوچار شدن، کسی هست
جایگاهی هست که ازشون حمایت کنه، همینجوری ازشون سرسری گذشته نمیشه. آرزوی سلامتی کنیم برای علی محمد رضایی و انشالله که به زودی زود لباس عافیت تنش کنه. اما بریم یه گزارش آماده است، گزارش در حال من یه نکته هم بگم، حالا یه خبر خیلی خوب برخطی هم برای ما رسید که دکتر اکبری وند عضو هیئت رئیسه فدراسیون آسیایی کیک بوکسینگ شدن که یک اتفاق ویژه، تبریک میگیم هم به دکتر اکبری وند هم به همه کسایی که توی رزمی دارن کار میکنن. این اتفاقات خوبیه، خبر داغ و تازه که خدمتتون گفتم، اینا باعث میشه دیپلماسی ورزشمون تو همه رشته‌ها، حالا آقای اکبری وند توی کیک بوکس و بقیه آدما توی رشته‌های مختلف، که بتونیم از حق خودمون در رقابت‌های برومرزی دفاع کنیم. یه گزارش آماده است، افتخار آفرینان اسکیت کشورمون که هفته قبل رئیسشون و رئیس فری استایلشون یا در حال نمایش آزادشون مهمان ما بودن، اومدن فرودگاه امام رحمت الله و استقبال خوبی ازشون شد. کسایی که بر ما در رقابت‌های جهانی اسپانیا افتخار آفرینی کردن. این گزارش رو ببینیم، یک مهمان ویژه در بخش پایانی من رو همراهی خواهد کرد. بچه ها از مسابقات اسپانیا برگشتن، تبریک میگم مدالایی که بچه ها آوردن. سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. منم به جامعه ورزشی کشور و مسئولین ورزشی تبریک میگم، کسب این مدال ها توسط اعضای تیم ملی اسکیت. سطح مسابقات ظاهرا خیلی بالا بوده، در مورد مسابقات اسپانیا برای ما صحبت کنید. خب به هر حال مسابقات رولر گیمز که دوره دومش بود برگزار میشد در سطح خیلی بالایی داره، به هر حال قوی ترین و بهترین های دنیا در مسابقات جهانی حضور پیدا میکنن. شاخهای رشته اسکیت زیاد هست، بچه ها الان تو فری استایل مقام آوردن، ما چه کار باید بگذارم؟ فری استایلمون خیلی قوی شده، چی کار باید بکنیم که در بقیه رشته هم حرفی برای گفتن داشته باشیم در دنیا؟ خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، به هر حال اسکیت دارای رشته های متنوعی هستش، از اسکیت هاکی، سرعت، فری استایل، نمایشی، رول بال، آلپاین، همه رشته ها هستن. ما تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم، به کار گرفتیم که انشالله بتونیم در سایر رشته هم مدال آور باشیم. شما به عنوان رئیس این کمیته در مورد مسابقات و مقامی که بچه آوردن صحبت بفرمید. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. همونطور که شما فرمودین، خب بچه ها موفق شدن 3 تا مدال کسب کنن و همینطور رکورد جهان به نام رضا لسانی جدیدن ثبت شد با تایم 418 و این خب یه افتخار خیلی بزرگه برای فدراسیون اسکیت و مملکتمون. ما اسکیتمون الان در آسیا حرفی برای گفتن داره و دیگه باید با رقبای جهانی مبارزه کنیم، یا رشته فری استایلمون مثلا قوی تر از بقیه رشته هاست، چی کار کنیم که این فاصله کمتر بشه؟ عرض کردم ما اگر توجه ویژه داشته باشیم به زیرساخت‌ها و سطح مربیگری رو در کشور بتونیم یه مقدار ارتقا بدیم، یه مقدارم برنامه‌ریزی هم اگر درست باشه مطمئنن بچه‌های ما حرفی برای گفتن در جهان دارن. خب همونجور که میدونید ما هاکی قهرمان آسیا هستیم، حتی بانوانمون سوم آسیا، در فریستال سرعت ما قهرمان آسیا داریم. حریفامون ظاهرا خیلی قوی بودن، حالا بچه‌هایی که صحبت می‌کردم گفتن حریفا خیلی حریفای قدری بودن. بله حریفامون از ایتالیا بودن، چین بود، تایوان بود، فرانسه بود، اینا حریفای خیلی قدری بودن، از اتریش بودن، از همه، از 32 تا کشور به نظرم شرکت کننده داشت که من حریف اتریشی و چینی قهرمان سال گذشته این رشته و ایتالیایی رو قهرمان اسبق این رشته رو شکستم. بابت مدالایی که بچه‌های ایران گرفتن تبریک ویژه دارم به شما، در مورد مدالامون هم صحبت کنیم. توی مدالا ما حتی میتونستیم بهترم مدال بیاریم، یه خورده بچانس هم بودیم. آقای رضا لسانی به شخصی که باختن، ایشون توی همون دوئلی که ایشون دادن تایم جهانی عوض شد. خانم رومینا سالکم که شانس مدال طلای ما بودن، باز همین اتفاق براشون افتاد، اون بازیکن‌ها دیگه نتونستن توی دوئل این تایم‌ها رو بزنن. خانم رومینا سالک یه دونه مسابقهشون رو باختن و برنز گرفتن، آقای رضا لسانی هم همینطور، همه حریفای خودشون رو بردن ولی آقای سواری خیلی خوب ظاهر شد، اصلا انتظار نداشتیم تا فینال برن. خودتون رو برای ما معرفی بفرمایید. سلام، رضا لسانی هستم، بازیکن تیم ملی اسکیت فری استایل ایران. مسابقات اسپانیا چطور بود؟ مسابقات فوق‌العاده سخت و سطح بالایی بود. تونستم مدال برنز رو کسب کنم و رکورد جهان رو از آن ایران کنم.
فکر میکنید که امکانات ما، امکاناتی که داریم، شرایط فدراسیون برای اینکه مقابله بکنیم با تیم‌های دیگه و مقام آوردن کفایت میکنه؟ بله، تا الان که خیلی عالی بوده، خیلی خوب بوده، راحت اعزام شدیم و تونستیم مدال بگیریم با یه تیم خیلی قدرتمند. خودتون رو برای بینندگان ما معرفی بفرمایید. با سلام، رو مینوسالک هستم، 14 سالمه، از استان اصفهان. تونستم که مقام سومیا در مسابقات جهانی اسکیت کسب کنم. بفرمایید که سطح مسابقات به چه صورت بود؟ سطح مسابقات خیلی خیلی سطح بالایی داشت. من تو دوئلی که از طرف مقابلم باختم، تو اون دوئل رکورد جهان جابجا شد و دیگه بعد من برای طلا رفته بودم، ولی رکورد جهان جابجا شد، من دیگه نتونستم به فینال راه بیام، ولی دیگه تو فینال نتونستم اون رکورد رو بزنم. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه ورچس نگاه دو هستید. یه تبریک ویژه به سیامند رحمان، روح‌الله رستمی و همه عزیزایی که در قالب تیم وزنه‌برداری معلولان جهان افتخار آفرینی کردن. هر چقدر تبریک بگیم کم گفتیم. نکته بعدی یه تبریک به این اسکیتی‌ها که اومدن با شرط بدی که برای روادید اسپانیا براشون بود، اما اومدن با دست پر برگشتن. واقعا جای کار داره فدراسیونی که اینجوری با کمترین بذات میان افتخارات زیادی رو کسب می‌کنن. یه خبر داغ داغم، مهدی افسری دوست نازنینم، مدیر رابطه تنیس، الان برای من فرستاد در گوشی همراه که گفتش آقا رناتو واباسوری نماینده جهانی فدراسیون تنیس دقایق قبل وارد شده تهران و مورد استقبال آقای فرشاد سفری دوست رسانه‌ای ما از فدراسیون تنیس قرار گرفته و قرار فردا بازدید کنه از شرایط تنیس کشورمون که اتفاقات خوبی رو میتونه برای فدراسیون تنیسی که جای کار داره رقم بزنه. اما المپیاد دانشجویان یا همون یونیورسیاد چند وقت قبل در ناپل ایتالیا آغاز شد و تمام شد و کارمان ورزشی کشورمون هم کلی مدال گرفت، در چهار رشته شرکت کرد، تیراندازی با تپانچه، تیراندازی با کمان، والیبال و تکواندو در دو بخش مبارزه و پومسه. والیبالم که اتفاق خیلی ناگواری براش افتاد که حالا رو حتما راجعش صحبت خواهیم کرد، اما بچهای دیگه واقعا دست پر برگشتن. شخص اول فدراسیون ورزشی دانشگاهیمون مهمان برنامه ورشز نگاه دو، یک بخش کوتاهی ببینیم، من برم کنار این مهمان و گپ و گفته خوب و طولانی خواهیم داشت با این عزیز در رابطه وضعیت کارمان ما در رقابت‌های دانشجویان ناپل ایتالیا. یونیورسیاد، نامی آشنا برای ورزش ایران. رقابت هایی که هر دو سال یک بار انجام میشه و هدفش نشر ورزش بین قشر دانشجوه، قشری که بیشتر درگیر درس و شرایط علمی دانشگاه است تا حضور در رقابت های فنی و قهرمانی. یه زمانی وقتی تیم های ما با کلی ملی پوش و عنواندار در این بازی ها حضور پیدا میکرد و کلی مدال کسب میکردیم و به خودمون میبالیدیم که همون قهرمانای المپیک و جهانی به اسم دانشجو از این بازی ها مدال پشت مدال بود که به دست میارن. اما رفته رفته دیدگاه درست حاکم شد و واقعا خود دانشجوها در یونیورسیاد حضور پیدا کردند. بازی های قهرمانی دانشجویان جهان در آوردگاه ناپل ایتالیا، عدم برگزاری اردوهای مناسب و به موقع برای برخی از رشته ها مثل والیبال برامون آورده‌ای در ناپل نداشت، کما اینکه پیشبینی سرپرست کاروان و به نوعی رئیس فدراسیون ورزش‌های دانشجویی قبل از اعزام هم که کسب یک رتبه مناسب برای ورزش دانشجویی ایران بود. حضور یک کاروان 41 نفره و 4 رشته در ناپل 2019 تنها برامون 17 مدال داشت و رتبه نهمی. 7 طلا، 3 نقره و 7 برنز در 4 رشته والیبال، تیراندازی تپانچه، تیراندازی با کمان و تکواندو رهاورد کاروان دانشجویی ما بود. البته که کمبود شدید شرایط مالی و عدم اعزام نفرات بیشتر به این بازی ها هم در به دست آوردن رتبه نهمی سهیم. شب شما بخیر باشه. بله، 41 ورزشکار در قالب 4 رشته و کسب عنوان نهمی در رقابت یونیورسیتی ناپل ایتال. آیده خدا، رئیس فدراسیون ورزشی دانشجویی، مهمان این بخش از برنامه ورزش از نگاه دو هستن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه، بامداد شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم. زنده باشید. آیده خدای نازنین، ما الان تو این بخش هم اشاره کردیم. می‌دونیم که مشکلات مالی دخیل بود، می‌تونستیم تعداد بیشتری بفرستیم.
اما بذاریم از این بخش قضیه شروع کنم. اتفاقات خوبی افتاده. والیبال ما دوره قبل قهرمان شد. چرا این دور به این سرنوشت دوچار شد و والیبالی که اکثرشون من خبر دارم ملی پوشای نوجوانان جوانان و امیدمون هم بودن. خدمت شما عرض کنم که برای والیبال این اتفاق افتاد. این نشون دهنده سطح بالای مسابقات یونیورسیاده. چون بازی‌های یونیورسیاد بعد از بازی المپیک بزرگترین رویداد ورزشی جهانه و در مورد اهمیت این بازی همون بس که در بعضی از رشته‌ها امتیاز ورودی المپیک داده میشه مثلا تکواندو بله. بنابراین سطح بازی‌ها بسیار بالا بود و یکی از دلایلی که ما نتونستیم موفق بشیم این بود که تیم ملی ما که تعداد دانشجویمون عضویت تیم ملی رو دارن در یه لیگ جهانی بودن. تعدادی از افرادم که عرض کنم که دانشجو بودن باز تیم دانشجویان که الان درگیر مسابقات هستن. بنابراین یه سری صحبت‌های با فدراسیون داشتیم. به هر حال نتونستیم به یه جمع‌بندی خوبی برسیم. به این کادر فنی شما اعتقاد داشتین؟ والا کادر فنی رو ما با نظر فدراسیون مشورت می‌کنیم. بله ما به هر حال با فدراسیون تعامل خوبی داریم و اگر این تعامل نبود ما نمی‌تونستیم موفقیت کسب کنیم. حالا بریم سراغ رزمی تکواندو. حالا والیبال ورزش مشخص بود و نتونست. فکر کنم 4 تا بازیشو باخت. یه سوالی که مطرح است تکواندو جایگاه ویژه خودش رو داره. آقای ده خدای نازنین انتظار همچه عملکرد خوبی از تکواندو داشتین؟ ببینید ما برای این بازی ها اول یه مقدمه خدمت شما بگم. ببینید ما سطح فنیمون برای اعزام مسابقات همین بود. بعضی از فدراسیون مایل بودن که نفراتشون رو ببریم و تدارکاتی بشه برای ورودی المپیک. چرا نبودی مالی؟ اون تو خب نه اصلا مشکل مالی نداشتیم چون ما سیاست گذاریمون بر اساس مدال آوری بود. حالا در دورهای گذشته نگاه توصیه‌ای داشتیم و فنی ولی این دفعه صرف مدال‌آوری بود. بنابراین ما پیشبینیمون این بود که با توجه به تعداد کم ورزشکاران که اعزام کردیم از نظر فنی مشکلی نداره. اینا بهترین بودن. مثلا 18 رشته ما این 4 تا رو سهم داشتیم. فوتبال به ما اجازه ندادن چون ما ارزیابی که شد نتونستیم سهمیه بگیریم. یا مثلا در رشته ژیمناستیک یا شنا یا رشته‌های دیگه از نظر سطح کیفی ما خیلی اختلاف هست. اینا کاراته اینا هم بوده دیگه. چرا اونا رو نه کاراته نیست. اینا 15 رشته ما دائمی داریم. کاراته نبود تو اینا؟ نه 3 رشته عرض کنم که انتخابی میزبان داریم. بنابراین ما برآوردمون و انتظاراتمون از تکواندو و بعضن تیراندازی این اندازه نبود. به خاطر این هدف گذاریمون برای 15 تا 30 بود. ولی تکواندو عنوان نهمی شما را اقناع کرده. ما اصلا در بهترین شرایط پیشبینی ما این بود که رتبه 15 رو کسب کنیم ولی تکواندو واقعا فوق العاده کار کرد. یعنی اینا اومدن با حضور قهرمانان المپیک و جهان که حالا خدمت شما گفتن و مهمتر از همه این که ما کادر فنی که انتخاب کردیم آقای عسکری سرمربی تیم ملی هستن. ایشون خودش یکی دو دوره در مسابقات دانشجویان شرکت کرد. یکی دو دوره هم مربی دانشجویان بود در تکواندو. این دوره این اتفاق میمون ایجاد شد و تونستن اینا واقعا فداکاری کردن. آید خدا من خیلی میخوام با تون راحت باشم. خواهش میکنم. ببینید اتفاقات خوب رو بررسی میکنیم. تکواندو و رشته‌های دیگه خیلی اتفاقات خوبی افتاد. اما سوالم اینه یه سری از کارشناسان دوستان انتقاد داشتن که به همون اندازه‌ای که کاروان ما فنی رفت همراه رفت. ببینید خوب حالا بعضیا شاید از این موفقیت زیاد خرسند نباشن و این مسئله رو مطرح میکنن. ببینید شما یه تیم والیبال که میره 5 نفر کادر فنی رو نیمکت میشه. باید باشه بعد. تیم تکواندو مردان زنان، پومسه مردان زنان. خب خودش میشه 4 تا کادر فنی. حداقل یه سرپرست میخواد. پس 5 تا 5 تا میشه 10 تا. تیم تیراندازی به همین صورت تیم تیر و کمان. شما این افراد حساب بکنین ببینید که تعداد نفر اضافی که شد نفر اضافی من بودم که رئیس کاروان بودم و معاون بنده که حتی ما سهمیه ورود به دهکده رو ما دادیم به کادر فنی به ما ندادودن. ما خارج از دهکده مستقر بودیم. بنابراین میگن تعداد رفتن و ذهنیت خب همیشه اینجوری است. به غیر از دانشجویی هم یه سری اتفاقات دیگه میفته همیشه این حالا نقده هست. شما اسامی رو بیارین روی میز اعلام بکنین که اینا که رفتن مشخصه. مشخصه. اما دوست خوبم آقای مرادی هم اینجا هست مدیکال محترم
رواتومی فدراسیون ورزش دانشجویی که دوستان قدیمی ما هم هست. آقای دهخدا بریم تو بحث این که یک فدراسیونی داریم به نام فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشجویی فیزو، بله، که آقای شهرام قدیمی هنوز، بهرام خان قدیمی هنوز هستن اونجا. من خدمت بگم شما عرض کنم همیشه این سوال بوده موازی کاری نمیشه یا میشه؟ نه، یا اصلا اون تشکیلات یه تشکیلات عرض کنم که فنی نیست، یعنی اونا یه تشکلیه که در اروپا ایجاد شده، یه تیمم از ایران رفته. اصلا این شما اینو با این مقایسه نکنی. اون تشکلی که آقای دکتر قدیمی هستن، اون الان اون تشکل در یه قالب دیگه ای هست و اصلا هیچ ارتباطی با فدراسیون دانشجویی و با فیزون نداره. اونا یه تشکلاتی هست که حالا یه مسابقاتی دارن، ولی خب شما از نظر سطح فنی اینجا 8500 کشور، 8500 دانشجو، 127 کشور، ولی در اون مسابقات اونا شما ببینید 5 تا 4 تا باشگاه بیشتر آره نیست. آره دکتر قدیمی الان دیگه شده رئیس فدراسیون هاکی، بله الان نباشه اصلا، ولی یه مدت زیادی ساکن بروکسل بودن. آره ولی این تشکیلات اون کارو خودش میکنه، ولی این تشکیلات مورد تایید آی او سی و حالا که صحبت آقای قدیمی رو کردیم بگیم که آقا تیم ملی هاکیمون هم امروز چهارمین بردش آورد، 18-2 فیلیپینو برد و خسته نباشن، اگرچه تیم ملی هاکی بانوانمون بعد از 10 سال برای اولین بار از رستم مرحله نیمه نهایی محروم شد، اما تیم ملی آقایونمون برای هشتمین بار داره قهرمان میشه، رفته نیمه نهایی فردا با ازبکستان 6-0 بازی دارن. آقای یه مطلبی رو من در مورد هاکی بگم که من خودم 17 سال رئیس فدراسیون هاکی بودم، بله، و این اتفاقی که افتاده ما تبریک میگیم به آقای دکتر قدیمی که به هر حال چه رده بانوان و چه رده آقایان اتفاقات خوبی داره میفته و از همکاران دوستان خوب ما هستن. یه بخش گزارشی آماده است. خواهش می‌کنم. بی مناسبت هم با بحث ما نیست. یکی از اتفاقات خوبی که میفته، میدونم زحمت زیادی میکشید توی مجموعه فدراسیون خودتون که حالا دانشجوها یک فصلی دارن به نام فصل آکادمیک و تحصیلات علمیشون، در کنارش اون ورزش حالت قهرمانیش هم چه اتفاق خوبی که تو ناپل ایتالیا هم رقم خورد. اما استعدادیابی آقای دکتر یک نکته ای که به حق نمیتونیم ازش بگذریم، درست میگم این رو ببیشه تو بحث بله بله. در حال دانشجوی هم میتونم همین استعداد دانشجوی کمک کنم به تیمای ملیمون. یه بخش گزارشی آماده است، بحث استعدادیابیه، گزارشی که یک اتفاق ویژه در استی مرداد ده شهریور میفته، دومین دوره رقابت المپیاد استعدادی بعتر، آقای عظیمی، آقای دکتر سعادتمند در رأسشون در وزارت ورزش در کمیته استعدادیابی، گزارش مفصلیه. ببینیم، برمیگردیم با آقای دکتر دهخدا، بحثم ادامه خواهم. در شرایطی هستیم که مردم و کشورمون نیاز به شادی دارن، نیاز به یک شور و یک تحولی دارن. ما الان از سال گذشته می‌بینیم که خیلی از فدراسیون‌های ما محبت کردن این المپیاد رو توی تقویم سالانه‌شون گنجوندن، ولی پشتوانه‌سازی تیم‌های ملی هم یکی دیگه از هدف‌های ما بود که در واقع ما بهش خیلی نگاه داشتیم. همه استعدادهای این کشور در این دوره از مسابقات دیده میشن. من تشکر میکنم از جلسه امروز. در مورد کمیته استعدادیابی و این المپیادی که قرار برگزار بشه برای ما بفرمایید. بله، من اولا از شما و همکاران خوبتون تشکر میکنم. خب دومین دوره المپیاد استعدادیابی برتر کشور با هماهنگی در واقع وزارت محترم ورزش و جوانان، فدراسیون های مرتبط که 39 فدراسیون درگیر این مسابقات خواهم بود و همچنین ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور، این اتفاق بزرگ قرار انشالله در قالب یک نهضت استعدادیابی و به عنوان یک پروژه ملی از 30 مرداد ماه تا 10 شهریور ماه سال جاری در 19 استان کشورمون در رده سنی 13 تا 16 سال برگزار بشه و من فکر می‌کنم این پروژه میتونه در بخش‌های مختلف به ورزش کشور خیلی کمک بکنه. المپیاد ما در واقع یه بخشش کشف و جذب، بخش دومش که این رو فرق اساسیش با سایر المپیادها هست ادامه کار یا نگهداشت و پرورش استعدادهاست و من فکر می‌کنم این مرحله برای ما فدراسیون‌ها و استان‌ها بیشتر از برگزاریش،
حائز اهمیته. از روز اولی که این المپیاد رو ما در واقع طراحی کردیم، یک بخشیش به کشف استعدادها برمیگرده، چون استعدادی دقیقاً مانند یک زنجیری است که از حلقه‌های متعددی تشکیل شده. اگر هر کدوم از این حلقه‌ها گسسته شه، قطعاً ما به اهدافی که ترسیم کردیم نمی‌رسیم. یکی از نهایی‌ترین حلقه‌هاست همین رصد همین ورزشکاران است، همین مستعدینی که شناسایی شدن که اینا به چه سرانجامی خواهند رسید. بر همین اساس از روزهای اول ما هم منابع مالی رو جدا دیدیم و هم برای پلن داریم، طرح داریم، برنامه داریم. به این ترتیب که مستعدین، خب پراکندیش از 31 استان کشور دیگه، اینا رو به مراکز ورزش قهرمانی ما اینا رو لینک کردیم از طریق یک اپلیکیشنی که قابلیت نصب بر همه گوشی‌های اندروید هم داره. ما وضعیت مستعدین رو لحظه به لحظه بررسی می‌کنیم. یعنی اگه مستعدی در رشته ورزشی خاصی در هر استانی در کشور وجود داشته باشه، از طریق همون برنامه نرم افزاری که بر گوشی‌ها نصبه، وضعیت کنونی ورزشکار رو رصد می‌کنیم، چه به لحاظ برنامه تغذیه، چه به لحاظ برنامه عمل کردی، چه به لحاظ برنامه تحصیلی. و یک پکیج بسیار بسیار خوب، یک بسته بسیار بسیار خوبی رو ما برای حمایت این ورزشکاران دیدیم که انشالله بتونیم به اون چشم‌انداز برسیم. خب به هر حال کمیته های استعدادیابی فدراسیون های ورزشی در طول سال اهداف و مسائل های فنی رو در سطح کشور، در هیئت های ورزشی کشور دنبال میکنن که غالبا هر کمیته فعالیت خودش رو در سطح هیئت ها بتونه که اون مسائل های فنی که مربوط به خود رشته های هست، رشته های فدراسیون هست که بتونه اعمال بکنه. دستاورده این کمیته ها میتونه که در این المپیاد نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشه که اون دستاورد خود کمیته ها حساب میشه در بحث استعدادهایی که برای پشتوانه سازی کار خودشون رو انجام میدن. بله، المپیاد استعدادیابی 30 مرداد تا 10 شهریور اتفاق خیلی خوبیه، ان شاءالله که نتیجه بخش بشه، صرف برگزاری مسابقات نباشه. حتما هفته آینده آقای دکتر سعادتمند اینجا خواهند بود و مفصل راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر دهخدا، میدونم که در حال دستاوردتون هم از نظر مالی شاید به قول خیلی باز نبوده برای اعزام کاروان به رقابت‌های ناپل. صحبت ببینید که الان چه اتفاقی ویژه میفته برای عزیزان؟ آیا پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته شده؟ اتفاقی تو روند تحصیلیشون صورت میگیره؟ ببین خدمت شما عرض کنم، این جنبشی که ایجاد شد و این تحولات که تو ورزش دانشجویی پیش اومد، ناشی از مسببی است که وزارت علوم مجوز ورود قهرمانان ملی که عنوان آسیایی و جهانی کسب میکنن بتونن بیان وارد دانشگاه بشن بدون کنکور ورودی، هر رشته‌ای، بر رشته تربیت بدنی و در مقاطع مختلف، یعنی کارشناسی، ارشد و دکتری. این اتفاق باعث شد که ورزشکاران ملی که عرض کنم مدال آور بودن بیان و دانشجو بشن. خب این یک امتیاز معنویه برای دانشجویان که خب تیم ملی هست، به هر حال اگر تحصیلاتش ادامه بده خب در آینده روشن‌تری خواهد داشت. اصلا شعار فیزو، فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشجویان، این است که قهرمانان امروز مدیران آینده. ما نمونه این مورد رو داریم که در قبل انقلاب اصلا نداشتیم. آقا یکیش علیرضا دبیر دیگه. شما علیرضا دبیر دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی بود که بنده عضو افتخار به اصطلاح هیئت علمی اون دانشگاه رو دارم. ایشون اومد از به هر حال در مسابقات شرکت کرد، درسش رو خون، ادامه داد، از رئیس جمهور وقت خواست که حقوق بخونه، تربیت بدنی نره، رفت حقوق. به هر حال این تحصیلات برش فراهم شد. ما خیلی از این داریم، ما خیلی از این نمونه ها داریم که از قبل موفقیت در مسابقات جهانی المپیک مدیر شدن. شما الان در فدراسیون های ورزشی ببینید، بله. وزارتخونه رو ببینید، مثل آرش میر اسماعیلی. بله. آقای دکتر دهخدا، یه صحبتی که مطرح است، الان میخوام بگم که یه سری رقابت ها تحت عنوان المپیاد دانشجو هر سال برگزار میشه. بله. چه تضمینی وجود داره که قطع به یقین همین عزیزانی که توی این رقابت ها که تقویم خاص میان شرکت میکنن عضو تیم ملی بشن؟ آیا میخوام بگم یک تعاملی با مربیان یا فدراسیون مختلف هست که این ارتباط تنگاتنگ بشه؟ ببین من خدمت شما عرض کنم که فدراسیون بر اساس برنامه راهبردی که داره، مسابقات المپیک و یونیورسال دانشجویی رو خود فدراسیون عهده داره، تمام کاراش هست. مثل کمیته المپیک ما که در بازی آسیایی و المپیک تیم اعزام میکنه، ما هم این قسمت رو گرفتیم. ولی ما علاوه بر این در 51 رشته مسابقات جهانی داریم و مسابقات آسیایی داریم.
ما اومدیم گفتیم بخش های آموزش عالی از دل اولمپیاد تیمی به اصطلاح موفق باشه میتونه به نام دانشگاه و به نام بخش آموزش عالی تیم مستقل اعزام بکنه و ما هم حمایتش میکنیم. بنابراین اون بحث که شما میفرمایید که تو یونیورسیتی‌ها چه آوتپوتی یا چه خروجی داره، خروجیش اینه که اینا میتونن تو مسابقات شرکت کنن جهانی، ولی المپیک جای برترین هاست و اینو خود فدراسیون با حمایت کامل وزارت علوم و بخش های آموزش عالی به وجه فدراسیون های ملی، ما در این اعزام فدراسیون تکواندو، تیراندازی، تیراندازی با کمان و والیبال از نظر برگزاری اردو، از نظر تامین وسایل فنی، از نظر کادر فنی زحمات زیادی متحمل شدن و این موفقیت ایجاد شد. یعنی اگر کمک کمیته المپیک و این فدراسیونایی که خدمتتون گفتم نبود، ما به هیچ وجه نمیتونیم. حالا چون وقت کم داریم میخوام سوالم زیاد بشم برسم به اون سوالم. آیده خدا، سقف دیدگاه شما به عنوان نفر اول فدراسیون ورزش دانشجویی همین نهمه بود، یعنی که ما امیدوار باشیم دورهای بعدی اتفاقات ویژه‌تری بیفته. من خدمت شما عرض کنم ما برنامه‌ریزیمون برای عنوان 15ام تا رده 30ام بود، ولی اتفاقات خوبی که توسط تیراندازی و تکواندو ایجاد شد باعث شد که ما اینو بگیریم. بسیار. ولی اگر بخوایم از نهم با اون بر بریم هشتم، برنامه‌ریزی مفصل اصلا نمیگم حالا غیر ممکنه. بسیار عالی. از شما خیلی ممنونم. فرصتتون تموم شد. خیلی از حضورتون ممنونم. خیلی متشکرم که برای این فرصت به ورزش دادید. سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه. به شرط حیات هفته آیندهم در اولین جمعه از مرداد ما با شما هستیم با ورزش از نگاه دو. هر جا هستین بهترین براتون رقم می‌خوره. خدا